خب دوستان عزیز، سلام بر شما. این برنامه چرا زنین هست که متعلق به آقای محسن نادری نژاد هست، ولی من بعد از دیدن 7 تا برنامه که ایشون برای ما فرستاد و سوالاتی برام به اصطلاح پیدا شد، از ایشون خواستم که اگر اجازه بدن من تو برنامهشون باشم، این سوالات رو بپرسم. ایشون هم قبول کردن و از این بابت ممنون و متشکرم. چون ایشون شماره تلفنشون رو برنامه ها هم میگن بذارید و اشکالی نداره، من شماره رو الان میگم، تماس میگیرم. 503 503 503 267 02 05. زنگ میزنیم، امیدوارم که ایشون باشن و یه جایی هم باشن که بتونیم با هم صحبت کنیم و گفتگوی دوستانه داشته باشیم. درود بر آقای سوری عزیز. به به، ممنونم. دوستان عزیز، همونجوری که خدمتون گفتم، این برنامه چرا زنین هست که امروز با وجودی که آقای نادری نژاد میزبان هستن، من به صورت مهمان اینجا هستم، ولی از اینجا برنامه رو اجرا میکنیم. خیلی ممنونم از ایشون که ما رو راه دادن توی این برنامهشون و به شما میگم من با خیلی از صحبت‌های ایشون موافقم، ولی چند قسمتشو هم اشکال دارم، سوال دارم، هم مخالفم که امروز میاریم با هم صحبت کنیم. ولی قبل از اون من میخوام از آقای نادری نژاد که چهره ناشناخته ای نیستن، ولی برای اونایی که احتمالاً تا امروز با ایشون آشنا نبودن، از خودشون بگن، چند دقیقه از زندگیشون بگن. آقای محسن نادری نژاد کیه؟ کجا بوده؟ میدونم مشهدی هستی، سبزواری نه؟ بله. مال خود ناف خود مشهد. مشهد. خب شما لطف کنید چند دقیقه از خودتون بگید، هر وقت که به اصطلاح بیوگرافیتون تموم شد بعد من باهاتون صحبت میکنم و نظراتتون رو جویا میشم. بفرمایید. من ولد توی نوغول مشهد به دنیا اومدم تا سن 9 سالگی. بله. یه کوچه بود به نام کوچه چلخانه، حالا من نمیدونم چرا اسمش کوچه چلخانه، بین خیابان تبرسی نوغون یه کوچه بود. پدر من تاجر بازار بود، یک کاروانسرایی داشتیم تو نوغون اون زمان. حالا چرا میگن نوغون یا همون نوغان؟ بلی که اون جاده ابریشم از اونجا تقریبا حالا نمیدونم چند کیلومتری یا نزدیک یا دور از اونجا رد میشه، به خاطر گذاشتن نوغان. بعد دیگه در سن 10 سالگی من مادرم فرهنگی بود، تو من چند تا از شاگرداشم، یکیش همون آقای استاد، نه استاد مذارب کنم، آقای حسن عباسی که تو فرانسه اسمش گوشه عبستا. بله بله، سیاوش عبستا گذاشته. آره، اون شاگرد مادر من بود، توی کوچه ما میشستیم. ولی بچه اون تقریباً 18 سال از من کوچیک‌تره. یک دکتر رضاییان هست که لس آنجلس خیلی معروف، جراح خیلی معروف برای فقرات پشت، شاگرد مادر من بود. حالا بعد دیگه ما از 10 سالگی اومدیم یه خودی بالای شهر، این خیابون دانشگاه، خیابون نزدیک مجسمه، چون مادر بزرگم اونجا بود. بعد دیگه تو مشهد من بودم تقریبا 4 سال کشتی میگرفتم، تو وزنش 56 کیلو زمان، و مربی من یعنی تشویقم محمد خادم کرد، همین پدر رسول و خادم. بعد دیگه در سن 22 سالگی هم تصمیم گرفتم، تصمیمم یه دفعگی شد روی مسئله ای، اصلا تو فکر نبودم بیام آمریکا. یه دفعگی با مادرم صورت مدید گفتم من میخوام برم خارج، مادرم گفت میفرستمه، و همین باعث شد که ما آمدیم آمریکا. اینجا هم یه مدت در نیویورک مثل همه دیگران تو رستوران کار کردیم و باسبور بودم. بعد دو سال یه ماشین سوار شدم، آمدم مینیاپولیس و در مینیاپولیس بودم. بعد اومدم سان فرانسیسکو، بعد رفتم یه دانشگاهی به نام ریدینگ شاستر کالج. بعد دوباره از اینجا برگشتم به بعد این اضافه کنم، من سال 1968 که با خانمم آشنا شده بودم تو دانشگاه، بردمش ایران، البته با پسرخالش هم بردم که نگن ببین این آقای بشری رفته
هنوز نرفته آمریکا، یک زن ولشی چی هست فلان، پسر خاله‌ش هم بردم که حرفی تو فامیل در نیاد. میدونی که ایرانی ها مثلا نسل قدیم که کاری که ندارن که اینا میشینن به همین شایعه سازی و بعدو بیرون. خلاصه در مشهد ما ازدواج کردیم و یادم میاد دارم سنداشو این آتوله بودم به نام تبایی مشهدی بودم کجایی بود. بعد من به خانمم که فارسی دارم فقط گفتم یه اشاره بکنم بگو بله. خلاصه اونجا ما عقد کردیم ازدواج کردیم، بعد دیگه آمدیم آمریکا. دیگه من اینجا به سطح مدرسه بودم، الان به شبای ما آقای فرمی پولی که از ایران ولی ما نیمی اومد شبا کار میکردم توی یک بیکری آمریکایی، کارخونه بود. ساعت 3 میرفتم سر کار تو منیاپولیس، هم میدیم منیسوتا منیاپ خیلی سرده، اصلا باور نکردنی از سرمایه تا اونجا زندگی نکنی نمیدونی سرمایه اینه چی. ساعت 3 میرفتم بلند میشدم میرفتم تو بیکری کار میکردم تا ساعت 7، 4 ساعت 7 میرفتم خونه همون میگذاشتم برم برسه. به صد تقریبا دیگه یه سال از مدرسم بود که صاحب دو تا دختر دوقلو شدم، یه دوقلو. بعد دانشگاه تموم کردم سال 71، آره دیگه 71 بود 72، حالا فکر کنم 72 بود. برگشتم ایران و استخدام تلویزیون شدم به عنوان کارگردان، چون رشته سینما خونده بودم. 9 سال 8 سال این تا 9 سالم توی تلویزیون تهران کار کردم. البته اینم بگم آقای سربی، من اول که رفتم با خانمم ایران و دو تا بچه هم داریم، من وارد تهران که شدم 80 دراتیجی پول بود. پدرم از مشهد برای من پول میفرستاد و تهران زندگی میکردم، میدون شهیادم زندگی میکردم. بعد خب اول خیلی برای ما سخت بود و البته یک مقدار بعدا من متوجهم تقصیر خودم بود، خیلی به خودم سخت گرفتم اونجا. یعنی سه یه نفر که جلو ماشین میپرید بدون شده، من ناخودآگاه عصبانی میشدم. بعد دو سال دیدم آقا من نمیتونم توی ایران زندگی کنم. خاطر زندگیمون رو فروختیم رفتیم مشهد که از مادرم خداحافظی کنم، پدر مادرم که بیایم. بعد مادرم گفت که مادر دیگه خود مادرم گفت که میخوای بری محسن؟ همین که نگاه کرد من نتونستم بگم آره، گفتم نه میمونم. اولم به خانمم گفتم بمون ما یه سال دیگه میمونیم. گفت باشه. گفتم شما مشهد باش من میرم تهران. آقای صبحی وقتی آمدم تهران اولم بازم متوجه شدم که آقا من رفتم آمریکایی، مردم که نرفتن که آمریکا، اینا که نمیدونن چیه، من باید بینا بیام جایی که میتونم، من چرا بینای مشهی ناراحت اینا هستم. خلاصه بعد هیچ دیگه ما به دوباره زندگی شروع کردم و یک مثال از قوانین تلویزیون هم یاد گرفته بودم و میدوستم چیز زد و بندایی تو تلویزیون هست. اونجا تصمیم گرفتم که دیگه بمونم. دیگه موندیم و بعد همونجور که امروز میبینیم من روک حرف رو میزنم اونجا هم حرف رو میزنم. مثلا یه دفعه دعوت هم کردن، من با آقای حسن فیاض کار میکردم، ایشون رئیس گروه بود، اونجا گروه بود دیگه، اگر نمیدونم گروه ادبیات، گروه مثلا کودک، گروه خانواده، گروه من گروه فرهنگی و اجتماعی کار میکردم، ما گروه سیاسی نداشتیم. اتفاقا آقای زندیاد نادرپور هم درست رو گروه اتاق ما دفتر ایشون بود، گروه ایشون بود. یه روز من دعوت کردن، گفتن آقا بیا توی آمفی‌تئاتر تلویزیون، میخوایم که درباره مشکلات تلویزیون صحبت کنیم. گفتم باشه. ما رفتیم و همین رؤسا نشستم. خلاصه بدیم اون موقع رئیس به حساب تولید تلویزیون آقای سعید نفیسی بود که الان همینجا زندگی میکنه، ولی یک نفر آمده بود به نام آقای شاه‌حسینی، من نمیدونستم. اما نشسته بودم آقای شوربی شما حتما شمشکی ها اسمش شنیدین، شمشکی؟ بله اینا اسکی تو اسکی یکی خانم، این اول که مسائل تلویزیون بود و اینا کم کم تبدیل شد به مسائل شخصی، ولی دیدم هیچ کس اون حقیقت رو نمیگه. داشت جلسه تموم شد من دست بلند کردم، یه آقای سعادت بود ما رو دعوت کرد. اینم بگم آقای شوربی من برای اولین بار بود
چون من وقتی آمدم آمریکا برگشتم اولین بار بود که رفته بودم تو بازار کار بودم تو ایران و اولین بار بود در مقابل یه دیگه میخواستم صحبت کنم. رفتم جلو گفتم که شما متاسفانه حقیقت میگین تو این تلویزیون متاسفانه رشوه داره قوقا میکنه، اینجا همه دارن رشوه میگیرن. یه بندیم همه زدن زیر خنده، خنده ها تموم شد. رئیس ترابلی اونم بود اینجا، گفت آقای نجا کی رشوه گرفته؟ گفتم من اسمی میبرم. ولی بیده آقای صحبی ما در تهران در تلویزیون دو تا کارمند داشتیم، یه کارمند رسمی بود یه کارمند بسیار قراردادی بود. ما که رسمی بودیم مثلا یه برنامه میخواستیم بریم بسازیم میامدم براورد میکردم میگفتم مثلا این 100,000 تومان خرجشه، دوربین و وسیله و همه چی به ماشین و همه چی در اختیار میگذاشتن، یک پولی هم به نام تنخواهگردان به این میدادن. ما نمیشستیم رشوه بدیم چون رشوه نمیگرفتیم، ولی یه عده بودن بیرون میومدن، اونا از اونه که از بیرون میومدن اونا رشوه رو در تلویزیون مد کرده بودن. مثلا آقای داوود رشیدی رئیس گروه تئاتر و نمایشات بود، این همه چی رو باید امضا میکرد، سریال ها رو. خب آقای مثلا ایکس، حالا اسم نمیبره، آقای ایکس میامد سریالش رو حالا با زد و بندهایی تصویب میشد. من یادم میاد سمک عیار، اگه یادتون باشه سمک عیار دقیقه 4,000 تومان پول میگرفت. خب اینا وقتی میرفتن فیلم تموم میکردن میامدن رشوه میدادن به اون قسمت لابراتوار که زود کار اینا رو جلو بندازه. کار من که رسمی بودم میرفتم یه کاری میدم، گاهی میدی یه کاری که مثلا یه ساعته بود یک ماه دو ماه طول میکشید. جالب واقعا من همینا من اصلا رو جلوشی نزدم به کسی یه حرفا چیه. بعد گفتم آقای قضیه، بعد آقای شاه حسینی بعدش گفت که گفت شما چیه؟ گفت من نادرنژادم. اون خودش اون خودش معرفی کرد چون من اولین بار ایشون رو دیده بودم اونجا، چون قبلا آقای پیمان بود آقای گرگین بود اینا. گفت من هر چه درست شما زدی ولی من رو دوستان خندیم. بعدش ایشون گفت که اون کسی هم که رشوه میده میدونیم میگیره. گفتم بله آقای شاستنی، ما نه رشوه میدیم نه رشوه میگیریم. این کسایی که اینجا رشوه رو متکدن کسایی که از بیرون میاد، مثل پرویز کاردار، مثل پرویز سیاد، مثل نادر ابراهیمی، مثل شهنواز که اون فیلم تریرار تنگستان ساخت، آتش بدون دود، دایجان ناپلئون، ساختران، اینا همه از بیرون میومدن. آقای سوربید تو ما مثل توفیلی بودیم، یک برنامه که میخواستیم بدیم گاه وقتا باور کنیم اصلا سر میگردم. ببینم من حالا یه داستان بهت تعریف کنم. حالا این من کم کم صدام بلند میشد تو مسائل. یه روز آقای نصیری گفت که من اونجا با حالا شما حساب با یک زن آمریکایی با دو تا بچه توی نزدیک میدون شیاز زندگی میکنم. البته خانه مال مادر بود که بقیه بالاش من میشستم، همین تنها چیزی که داشتیم خونه اونجا بود، نه ماشین داشتم نه هیچ. نمیدونم که آقای نفیه روز گفت که آقا دو نفر شما کار دارن. آقای نفیه دستم دیدم این دو تا جوانن، یکیش اسمش آقای زندی بود، هیچ وقت فراموش نکنم. من فورا فهمیدم از کجا آمدم. بعدش هم گفتن که آقای نجار شما مثل یک مشکلات اینجا دارید، ناراحتی دارید. اولی چیزی گفتم بهشون اون موقع بازن آمریکایی خود چیز بود دیگه، مثلا نبود که پرچم آتیش بزنن. گفتم اولا من خانم هم آمریکایی، با خانم هم آمدم، همه چیه گفتم، نگفتم ماشین ندارم زندگی ندارم اینا، همه چیه گفتم ندارم. اینا فکر کردن که خب ببینید، اینا فکر کردن که من میگم ندارم بخوام مثلا تقاضا حقوق بیشتری داره اینا. آخری گفتم ببینید من همین داره که میخواستم بیام از آمریکا میدونستم ندارم، این امکانات وجود نداره تا وقتی بود. ولی من واقعا همینجور به آقای صحبی گفتم من نمیدونم، به من حقوق میدن ولی کار به من نمیدن. از کجا واقعا من میگم بود واقعا وقتا تو تلویزیون بیکار را میرفت، نه من یه دی بودیم بیکار را میرفتیم، آخر ما بری حقوق ما تو چیز بود توی حساب بود. خب این ببینیم این کار درست نیست. آقای نادرنژاد سبت اصلاح که کار نمخواستم ببخشید، گفتید اون دوتا از کجا بودن؟ گفتید فهمیدم از کجا هستن. از کجا؟ اینا از ساواک بودن. از ساواک، اوکی. حالا اینکه من ببینیم من اصلا نفهمید که وقتی که تصمیم گرفتم ایران بمونم یک میزارم به سیستم وارد شده بودم، ریگی هم تو کپسیر نبود زبون همونجور. آره گاهت سلام به بالا ها رسید دیگه،
من آقای نفیسی دیدم یه روز گفت دو نفر آمدم خلصه اینا یه من گفتن ببخشید چی گفتین آقای نفیسی؟ گفتم آره به من حقوق میدن کار نمیدن. اینا باور میکنن اصلا حالا شنیدم اصلا تعجب کردن چون تا حالا فکر نمیدم کسی گفته بود آقا مثلا من ندارم ندارم. آقای سوربی آخه باید سیستم میجوید دو هفته نکشید کار من هر روز بهتر شد، کارم رو قطع گفتن. وقتی کار من میومد تلویزیون، من اول نمیدونستم، ولی وقت انقلاب شد من اول انقلاب رئیس کارگردان شدم، کاغذ هاشم دارم همه چی شد. همین پوران درخشنده سکرتر اتاق ما بود، من با خانم همین بنی درخشنده بنی اعتماد ایشون دستیار تهیه بود تو تلویزیون. حالا آقای سوربی ما 70-80 تا کارگردان تو تلویزیون داشتیم، خیلی یک تلویزیون که هیچ برنامه حدود 70-80 تا تلویزیون وقتی میامدن صبح میامدن ساعت 10 میامدن میشدن تو اتاق کارگردان چای میخوردند و یه خورده درباره سینمای فیلم که دیشب تو تلویزیون پخش شدن انتقادی میکردن یا سینمایی که رفتن انتقاد میکردن. ساعت 12 میرفتن نهار، ساعت 2 هم یکم میرفتن دنبال زندگی شخصی خودشون. آقای نادر نژاد، این روح سرکشی و سوال و عصیانگری قبل از اینکه بیای آمریکا هم داشتی یا وقتی اومدی آمریکا؟ من همیشه داشتم. همیشه داشتم. بله. خب حالا سوال اینه که شما این قشنگ تعریف کردید، من تو برنامه های شما رو دیدم، حتی من از شنبه ویدیوی شماره 7 شما رو هم گذاشتم راجع به این آشنایی با خانمتون، آوردنش به ایران، ازدواجتون، راجع به مهریه و آقای صوبی شما البته من روز پنجشنبه پنجم میشه 49 سال، من یکی از خداوند واقعا نیست که من دوست، یکی از خوشبختی مردای تو مرد، یکی از خوشبختی مردایم. خانم من نمیدونم تو تهران چرا اذیتش کردن، واقعا یه دفعه تو تاکسی دختر بودش تو جو با بچه، ولی پای من واسداد. بله من یادم راج تعریف میکردین که چرا اینا ویژگون میگیرن یا به قول آره واقعا یه روزا من گفت چه اینا همش با آدم دست میرن ویژگون میگیرن، گفتم بخواهم بیدن جنسی چینی نباشه آورده باشه چیز آمریکایی باشه. بعد گفتی دخترها رو با خودت ببری میفهمن که مادری کاری به نداره. خب من میگم به اندازه کافی با شما آشنا بودم از طریق برنامه‌ای که در تلویزیون مختلف داشتید، برنامه‌های خودتون هنوز روی یوتیوب هم هست و خیلی چیزایی که شما میگید باهاش به اصطلاح هم یعنی اگری هستم، موافقم، ولی معمولا چون خودم هم به مردم میگم اونایی که موافقی خب موافقی، ما نمیخوایم مثل تلویزیونای به به و چه چه باشیم. بله میخوایم اونایی رو که انتقاد داریم از هم باز کنیم، با گفتنش دوستان بیننده بشنون ببینن نظر سوربی اینه، نظر آقای نادری نژاد اینه، اونا تصمیم بگیرن کدومش درسته و کی درست میگه. برای من که شما از آمریکا آمدی ایران جای تعجب داره که وقتی مقایسه میکنی تلویزیونای ایرانی رو هنوز یه جوری فکر میکنی که تلویزیونای ایرانی آمریکا هم باید اون روش دولتی ایران رو داشته باشن. تو برنامه‌هاتون شنیدم که گفتید مثلا راجب آقای شهرام همایون ماجرای اون چکا، من همینجوری که دارم کار میکنم میذارم گوش میدم برنامه شما رو و بله راجب این که حتی یه جایی از آقای شهرام همایون سوال کردید که آقا تو که هیچی نداشتی اومدی اینجا، خب یاد ما هم بده که منم تو برنامه هم گفتم خب قرار نیست هر کسی موفق شده یاد دیگران بده، اگه یاد دیگران نده پس آدم مثلا شارلاتانی هست. مثلا این آقای پسر جوان صاحب فیسبوک یا اون دوتا جوان صاحب گوگل یا همین آقای پیر امیدیار صاحب ای بی، اولا قرار نیست اینا چیزی که بلدن یاد ما بدن، دوما اگه یاد ما بدن دیگه الان کار نمیکنه. اصلا آقای بیل گیت یا آدمی که دانشگاه و اینا نرفته ول کرده مدرسه رو، همون آقای استیو جاب اینا. من سوالم از شما اینه، شما فکر میکنی تلویزیونه، چون میبینم که این تلویزیونای موجود رو قبول ندارید، میگه سیستمش درست نیست، میخوام بگم شما اگه امروز یه اجازه اید، اولا خودمونم دنبال این هستیم که شما تلویزیون تو راه بندازی و برنامه‌هات همش رو خودت باشه، چه تلویزیونی به اصطلاح اون گل شما، هدف شما هست، ایدئال شما هست که امروز که با چون خود من مثلا سالی که شما رو اینجا دیدم، من اون زمان برای کشتی ها اومده بودم بالتیمور،
من عقیدم این بود که اگه قرار شد یه روزی از مردم پول بگیرم، آقا میرم دنبال کار کاسبی خودم، مگه من اومدم؟ ولی بعد دیدم نه، نمیشه. اینجا یا باید پول بگیرم حمایت بشم، یا باید دولا بشم جلو این و اون و حرفای اونا رو بزنم، مثل تلویزیونایی که شما شاهدش هستید و میبینید. یعنی عوض شدم. الان میخوام ببینم شما امروز اگه بخواید یه تلویزیونی باز کنید، خب میدونیم تو آمریکا شما یه مهمونی که میخوای بدی با خانمت میگی 10 نفر دارن میان، اینقدر خوراک میخوایم، اینقدر ساعت اینجا هستن، اینقدر صندلی باید بچینیم، اینقدر نمیدونم چای بذاریم، قهوه بذاریم، برای اون کار برنامه میریزی. شما چجوری فکر میکنید یه تلویزیونی میشه راه انداخت که نه کلاشی های آقای شهرام همایون توش باشه، نه بی سوادی های آقای مراد برقی توش باشه که میاد میشه سیاسی، نه دیدم از همه ماشاءالله چیز میکنی، یعنی هیچ کرا از دم تیغ نمیذاری رد بشه، یا به قولی همه رو از دم تیغ میگذرونی، از آقای فرزان دلجو شکایت میکنی، از آقای محمود قربانی که خود منم تو برنامه وقتی شنیدم منم گفتم محمود قربانی کلاه من رو هم برداشته، قرار بود برای این تلویزیونی که راه انداخته ایدل رو نمیدونم، به من میگم میخوام توی مکزیک یه شهری بسازم به نام تهران برای کار ویزای، گفتم چرا میذاری به نام تهران، بذار ایران که دیگه شهرستانی هم فکر کنن اونجا خوش آمدن. اینا بعد فهمیدم اصلا این همش دروغه و بعد که شما اینو مریضون باور کن آقای سلمون مریضه. بله بله بله. شما توضیح دادید، گفتید کت شلوارای شیک میپوشه و نمیدونم کلاه اینو اونو برمیداره، حتی کلاه بوتیکی که این کت شلوارا رو مثلا چیز کرده برداشته، نمیدونم چجوری ماشین، اینا همه رو ما میدونیم و قبول کنیم که بیننده ها پای صحبت های شما نشستن، اگرم تا حالا نبودن ویدیوها روی یوتیوب هست با تایپ کردن اسم محسن نادری نژاد و یا چرازنین، هر دو رو من به عنوان کیبورد گذاشتم، میتونم بیارم. به من شما بگو امروز میخوای یه تلویزیونی باز کنی، حالا یا تو واشنگتن یا تو کالیفرنیا، چه جوری برنامه ریزی میکنی؟ بفهم ببینید، اولا که تلویزیون اینجا با ایران فرق کنه، اون رو من قبولم. اولا ما هر کدوم که از اونجا آمدیم اینجا، آمدیم خارج از ایران، به نظر من ما هممون یک نوع سیاسی هستیم، یکی حالا بیشتر مبارزه میکنه، یکی نه، برای که اگر با اون سیستم ما میخواستیم کار کنیم خب میموندیم. دوما ما آمدیم اینجا که آمدیم در غربت، هدف ما از اول این بوده که صدای آمدیم که کشوری که تقریبا آزادی بیان هست، آمدیم صدای مردم داخل ایرانی که نمیتونن صداشون به جایی بره، ما صدای اونا باشیم. رسانه های همگانی در هر کشوری نقش مهمی داره، حتی در رژیم گذشته جز به سبب چیز چهارم قانون اساسی بود. رسانه گروهی در هر کشوری در زمان ها نقش خیلی مهمی بازی میکنه برای افکار جامعهش. ما اگر داریم مبارزه میکنیم، من حرف ما خودت، من آقای سربی تلویزیونی که باز کردم باید آگهی داشته باشم، نه جای کسی به من پول میده نه دولتی هست، پس ما باید تلویزیون رو آگهی بچرخه. درسته؟ درسته هممون. من حتی اولین نفری بودم که زمانی که تلویزیون محلی داشتم، یه روز دیدم آگهی من بیشتر از اون که فکر میکنم داره دیگه زیاد میشه، نباید بیشتر از این باشه، تو هر تلویزیون باید یه لیمیتی برای آگهیش داشته باشه. اولین تلویزیون بودم که نوشتم ما تا اطلاع ثانوی تلویزیون شرازنین آگهی قبول نمی کنه. خب من یکی شخصا تلویزیونی که باز کردم به خاطر مبارزه کردنم بوده، نه به خاطری که میخوام زندگیمو باش بچرخونم. چرا تلویزیون باز کردم؟ فقط پول آگهی که میگرفتم که خرج تلویزیون بده، ولی در کنار خودم کار میکردم آقای صوبی، میرفتم فیلم برداری میکردم، میرفتم تو عروسی ها بودم، همه میدونم تو عروسی میرفتم، تو جشن ها میرفتم، کارم در کنارش میکردم. چون نمیخوام، من اعتقاد دارم اگر میخوایم مبارزه کنیم، نمیشه که با بنز آخر سیستم، با کچشگار $1000، با کرباد دیگستوری بری تو میدون جنگ. اینا آقای صوبی، چون من از اینا انتقاد میکنم، اینا تلویزیون باز کردم به خاطر که زندگی خودشون بچرخونم، نه به خاطری که آخه میشه شما تلویزیون بزنید، من طرف میذارم که هیچی نداشته، حالا ماشین آخر سیستم زیر پاشه، خونه $1,000,000 داره. پس این مبارزه نیست، من به خاطر این از اینا انتقاد میکنم. ببینید من اینجا با شما
موافقم که اگر طرف آمد گفت من تلویزیون باز کردم مبارزه کنم، بعد دیدین یه لاغبا بوده، حالا امروز شما اون استیکری هم که گفتید من خندم گره، گفتم گفتی چرا نمیزنی رو ماشین خودت، گفت آخه ماشین من بنز و بی ام و، شما برو بزن رو ماشینت که کیا هست یا هاندی هست، اینا رو گوش بده. ولی من اینجا این سوال بلافاصله برام پیش میاد که اگه یه کسی مثل آقای شبخیز، مثل آقای علیرضا امیر قاسمی که اینها واقعا از اول هم گفتن نه سیاسی هستن نه چیزی، تلویزیون رو باز کردن برای به عنوان منبع درآمد، اینا اشکالشون برای از نظر شما آقای سوزی ببخشید، من تا حالا از نظر سیاسی از نظر از علیرضا امیر قاسمی انتقاد کردم نه از شبخیز، انتقاد کردم به خاطر کنسرتاشون. بله. که مردم رو مثلا من بودم دیگه، من تو کنسرت‌ها اینا تا وقت کجا رو نمیدونم، من فیلمبرداری میکردم، من اینقدر دعواها پشت صحنه آقای سوگی پشت صحنه دارم که همین علیرضا میقاسمی میاد به خواننده میگه که آقا ساعت 9 بیا بالا برو بالا استیج، میگه که تا پول من ندی، دو تا خواننده میگه تا پول من ندی من نمیرم، ساعت اینا تو آگیاشو میذارن مثلا ساعت 9 ساعت 10 و نیم تازه هنوز خواننده از خونه شرکت میکنه، آقای علی قاسمی میاد به خواننده میگه که آقا میگه که الان دهانی مردم هم میدهن وامیشته به مردم فوش میده، اینا من ضبط کردم اما هیچ وقت نشون ندادم برای که من اون زمان محرم اینا بودم، من یک اعتقادا که برای خودم دارم، من یک چیزا از پشت صحنه کنسرت دارم واقعا که دعواها دارم چون تو گوش هم دیگه زدم، ولی من چون محرم اون زمان اونا بودم، چون من همیشه اعتقاد دارم که وقتی شما من تو خونه خود راه بدی تو چهار دیواری خونه باید من حریم اون خونه رو داشته باشم حتی زبان دشمنی، هیچ وقت بهشون نشون ندادم. منظورم من از اونا انتقاد کردم رو این مسائل، ولی اگر آقای شهرام همایون یا آقای فرزانگج یا آقای مهبودی یا آقای شجری اعتقاد میکنم اینا خودشون سیاسی میدونن. اوکی تا اینجا پس برای من روشن شد، همین من مثلا نمیدونستم، گفتم خب شما اون که طرف نگفته من سیاسی ام و اصلا به قول خودش بلد نیست، حالا شما توضیح دادید که اوکی اون ابن نداره بره. راجع به کنسرت ها که گفتید باز من اینجا دوتا ایراد گرفتم تو برنامه ها، من چون من میگم ویدیو شما رو که نگاه میکنم همینجوری یادداشت میکنم در برنامه هم در مورد صحبت میکنم، مثلا راجع به خواننده ها، راجع به همین کنسرت ها شما گفته بودید که خواننده چرا حالا قبل از اینکه میخواد بره برنامه اجرا کنه میگه پولمو بدید، اگر ندید من روی سن نمیرم. بذارید براتون یه ماجرا بگم، یه خواننده ای هست شیرازی الان از یادم رفته، یه آقای جوونیه سال 2001 همون اوایلی که آمده بود به من زنگ زد و گفت منو کردن توی اتاقی زندانی. گفتم کی زندانیت کرده؟ گفت کنسرت گذار، و اگه شما تو تلویزیون صحبت کنی من به اینا میگم آزادم میکنن فلان. گفتم برای چی؟ گفت که بهشون گفتم تا پول به من ندید من نمیرم، دفعه قبل پول منو خوردن. ببینید من یادمه اینجا بعضیا میگن این آقای ما این خیلی آدم بد اخلاقیه، تا پولشو براش نفرسی حتی نمیره بلیت بگیره توی مثلا اگه بخواد بیاد واشنگتن. خب اینا کلا سرشون گذاشتن. بله درسته من اینا قبول دارم. بله. من از اولی من معذرم ها اصول حرف من 1985 با اینا بودم. بله. میدونم اول بله اول همین علیرضا میرقاسمی یک کنسرت گذاشت توی سان دیگو، خانم هایده بود، مرتضی بود، فتانه بود، رافی بود، حالا یادم نیست کیا بودن، پولا رو برداشت فرار کرد، اون موقع معینم بود، اینا اسم اینا رو من همه رو نوشتم دار، اینا اون موقع چون اولا اجازه کار نداشتن، گرین کار نداشتن، دنبالش نرفتن و بله درست من میفهم اینا پولا رو اول میخوردن، حالا حق خواننده هست که بگه آقا اول پول منو بدی بعد من میرم رو استیج، چون سر اینا کلا رفته من با اونا با... ولی منظور میگم که اینا پشت صحنه ها خیلی چیزا هست اتفاق افتاده. من گفتم بازم من از شبخیز و آقای علیرضا میرقاسمی روی کنسرت هاشون انتقاد کردم. ببینید کنسرت میذاشتن، خب ببینید من با کنسرت مخالف نیستم، خود من میرم خیلی هم دوست دارم. ببینید شما یک شب زحمت کشید میخواید با خانم با دوست دختر با دوستان برید یک کنسرت، ببینید یه حال بکنید دیگه، ببینید یک شب تمام مشکلات میری اونجا آقا دعوا میشون مشکلات بارها من ویدیو دارم کنسرت ها به هم یکی همین موی 400 تا باید اونجا چیز میکرد علیرضا میخواست رو به چه این مسیح جمالی 400 نفر آتش نشانی اومد
600 700 نفر اتو کرده بودن. نوین از تو پارکینگ دیدمش فرار کرد. حالا مزود اینا رو این مسائل مجلس انتقاد کردن، ولی رو مسائل سیاسی بله من از آقای شهرام همایون انتقاد میکنم. شما آقای شهرام همایون مغازه باز کردی، شده ایران و مردم ایران شدن برای شماها شدن یک کالا. آقا کسی که مبارزه میکنه باید با چکمه با کت چیت بره مثل میدون جنگ، با کت شلوار شدن فرانسوی و با ماشین آخرسون که نمیشه. آقای ما داریم خود منو گول میزنیم یا داریم مردم رو گول میزنیم؟ این اون نیست که این اون تلویزیونی که من میگم اینا نیست آقای اوکی. یه موضوع دیگه باز تا داریم در رابطه با کنسرت ها و خواننده ها صحبت میکنیم، اینم بگم چون توی یکی از برنامه هاتون باز شنیدم که شما گفتید که خواننده در قبال مردم یک وظیفه ای داره. من اتفاقا آمدم تو برنامه‌ام گفتم فکر کنم آقای محسن نادری نژاد مثل خود من که قبلا خدمت رو با انجام وظیفه قاطی میکردم، فکر کنم ایشون هم این دوتا رو گاهی قاطی میکنه. ببینید انجام وظیفه اینه که شما چون کار ویدیویی انجام میدید، من کار ویدیویی رو مثال براتون میزنم. شما یه آقای زنگ میزنه میگه که عروسی پسرم هست، شما میگید من 2000 دلار 1000 دلار میگیرم، یه روز میام فیلم برداری میکنم. شما در قبال این 1000 دلار وظیفتون اینه که فیلم برداری کنید از مجلس عروسی، به اونم مثلا میگید از اولی که شروع میشه تا آخری که مهمون خدا بزنیم. این وظیفه است. حالا وقتی شما رسیدید اونجا، اگه دیدید اینها به اون حالت شور و مکافاتی که دارن مثلا یه سری چیز ریخته رو زمین، کسی رو ندارن تمیز کنن و شما هنوز وقت دارید، شما اگه وایستادی اون چیزها رو تمیز کردید، شما دارید به اینها خدمت میکنید. بله. ببینید اون انجام وظیفه بود، اون خدمت میکنید. اگر دفعه دیگه یه جایی شما رو استخدام کردن، اگه همون خانواده بیاد ببینید شما وایستادید اون پایین چی ریخته، به شما بگه آقا چرا اینا رو تمیز نمیکنید، شما میگه آقا من وظیفم این نیست، شهر وظایف من اینه که من فیلم برداری کنم. و اون درسته. ببینید خواننده، من اون روز تو برنامه هم باز گفتم متاسفانه شما متاسفانه نه خیلی میری جیم، میدونم 2-3 ساعت جیم و اینها برنامه رو نگاه نمیکنه، به مردم گفتم که خواننده وظیفش این نیست که بیاد اونجا پرچم بیاره، وظیفش این نیست بیاد اونجا دفاع از آزادی کنه، وظیفش در قبال اونی که بلیت خریده همون چیزی که شما گفتی که 3 ساعت 2 ساعت 1 ساعت و نیم به اون طرف که با دوست دخترش اومده، با خانمش اومده، با فامیلش اومده، شادی بده، موزیکاشو که تو ماشین گوش دادن حالا تو اون هوا و تو اون فضای زنده و سیاسی باشه. الان ما دیدیم که اتفاقا یه عده به عنوان اینکه ما داریم وظیفمون رو به ملت انجام میدیم، حتی کنسرت ها رو به گند کشیدن. از خانم گوگوش بگیر که با پرچم شیر و خورشید میاد، کسی که اولی که اومده بود اینجا چنان به همه توهین کرد که این شورای سلطنتی زنگ زد به آقای شهرام همایون فریاد میزد، جیغ میزد که خانم گوگوش وقتی ما اینجا 100 نفر 30 نفر 40 نفر تو رستوران ها میرفتیم میخوندیم، شما اونجا داشتی با همین حاج آقا کیف میکردی. بعدن که من چیز دارم اونم شنیدی توی کانادا اولی که اومد گفت دقیقا تو همون کنسرت اولی خونه خرید 1 میلیون نمیدونم برای بچهش و نوش و نتیجه و همه، که اینه که من میگم که شما انتظارت از خواننده هم به نظر من میمد میکسه، یعنی وظیفه رو با خدمت قاطی کردی. آره من ببخشید همون قول شما درست میگی، من خب اندازه که من گفتم یه نوع چی خاطی کردم، ولی با خدمت کردن به جامعه، به اینکه جامعه اینا رو برده بالا، حالا اینا هم باید مقابل جامعه خدمتی باید بکنن دیگه. درست میفرمایید، حالا گفتم مسئول نه، درسته شما درست میگی، اینا باید خدمت به جامعه بکنن، سالا نکردن. خیلی ممنونم. شما باز مثال زدی از کنسرت های آمریکایی که میذارن، اتفاقا همین الان قرار یک کنسرت توی نیویورک بذارن، ضمن اینکه اول این ماه هم 2-3 روز دیگه خانم گوگوش داره میاد اینجا. یعنی دو تا کنسرت متفاوته، یکی آمریکاییه به مردم میگه شما بیاین رو وبسایت ما بنویسید من این کار رو انجام دادم، کار مثبت، خدمت کردم، یه نفر رو مثلا از این ور خیابون بردم اون ور خیابون، ما به بلیت میدیم مجانی بیا کنسرت تو پارک نمیدونم اینقدر. بعد
خانم گوگوش بلیتاش مثلا اینجا الان نمیدونم نقل $300 و $265، اگه کج بشینی و دور بشینی $65. ولی با همه اینها من میگم اینجا this is free enterprise، این حق اونه که حتی بگه بلیتای من $1000 و حق من اینه که دیروز اتفاقا من توی واشنگتن بودم، دوستمون که تو کار رادیو گفت که اول اکتبر میبینم تو کنسرت گوگوش، گفتم نه من نمیام چون اینا دیگه نه آگهی به سیستمای ایرانی میدن، همش خودشون اصلا یه مافیایی را انداختن، خودشون همه کارن. بعدم من ندارم که یه همچین تیکتی بخرم و گوگوش من اصلا هیچ دلیل نمیبینم که حمایتش کنم، چون یه نوع حمایت مستقیم یا غیر مستقیمه. وقتی شما میری برنامه یک کنسرتی یا چیزی میبینی، خلاصه اینه. یه مقدار شما توضیح بدید، باز برگردیم با اون تلویزیون خودت. شما الان میخوای یه تلویزیونی باز کنی با وجودی که میخوای فعالیت سیاسی کنی، چون میگی ما که از ایران اومدیم هممون بالاخره سیاسی هستیم، و میگی من میخوام تبلیغ بگیرم. مخصوصا هم من هم شما به خاطر اینکه خیلی رک و راست صحبت میکنیم میدونیم بازار تبلیغمون، حالا شما درسته یک زمانی میگید انقدر تبلیغ داشتم که گفتم تا اطلاع ثانوی تبلیغ قبول نمیکنم، ولی الان میدونید که تا بگید من طرفدار اینم، اون گروه دیگه تبلیغش رو قطع میکنه. تا بگید دقیقه. اینو یه مقدار برای ما بیشتر توضیح بدید. آقای سوربی، این کار با کجا رسیده که یک آگیدنده، حالا من گفتم به واشنگتن اینا که میگم شما، یک آگیدنده میتونه به چه مسائل خودش رو تحمیل کنه به برنامه ساز اون تلویزیون یا مدیر تلویزیون. آقا چرا همچی حرف زد فلاک مدیر تلویزیون به خاطر اون آگیدنده مثلا به برنامه ساز یا میگه که آقا بیرونش میکنه، یا میگه آقا خواهش نمیده حرف بزن. خب این سیستم آمریکاییه، این سیستم آمریکاییه آقای نادر نژاد، این سیستم آمریکاییه، سیستم آمریکاییه. تو تلویزیون‌ها و رادیوهای آمریکایی هم هست. این آقای هاوارد استرن که شهره آفاق هست با اون نوشیدنی اسنپل ایراد پیدا کرد. یعنی این به ندرته، ولی دیگه یک سوپرمارکتی آمریکایی که نمیه بره بگرده آمریکایی چیز برنامه سازش بره. آقا سوپرمارکت تو لس آنجلس میاد چیز میکنه. ببینید خانم، حالا از اینجا ما خانم گوش اولین کنسپتی که اینجا گذاشت، من نرفتم، من اصلا نه گوشی هم نه داریوشم، چون من اینا به نظر من میرن اون بالا بریم من دیکلمه میکنم. ببینید آهنگ، من عاشق آهنگ شادم، چون آهنگ شاد به من انرژی میده. شما دیدین تو جنگ مارش میزنن، کسی که نمیگه روزه بخونه، اینا میرن اون بالا همش از عشق عاشقی میگن، که از همش از عشق عاشقی میگن، ولی باورشون تو قلب اینا اصلا عشق وجود نداره. خانم گوگوش در دومین کنسرت سامی لوسانجا گفت من پولی که امشب در میارم میدم به بچه های خیابانی. تا امروز یک دلاری نزد. 3 سال پیش تو آنتالیا گفت که زلزله، اگه یادتون تو آذربایجان زلزله شد، گفت من تمام پولی که امشب در میارم میدم به زلزله آذربایجان. تو خودش آذربایجانیه دیگه، یک دلار نداد. نه اینو میگن اینا... که از زیر تکس در برن، که بعد بگن ما تکس دادیم. بله آقای ارتوبی، تنها برنامه سازی بودم به عنوان حتی مدیر یک تلویزیون، 3 دفعه به من حمله فیزیکی شده. بله ولی من از راه درم، چون من یه هدف، من دارم مبارزه میکنم، من شوخی نمیکنم آقای چی، من دارم مبارزه میکنم. مبارزه من آقای ارتوبی به جان نوام که میخوام دنیاش نباشه، من اگر مبارزه نمیکردم الان صاحب 1.5 میلیون دلار پول بودم. من نمیتونم ایران برم. ارکس بابا کارگساری بابام همیشه افتاده اونجا و برادر کوچیک من بشه از اون مرکز استفاده به اسم خودش کرده، ولی برای من اصلا مهم نیست. من دارم مبارزه میکنم فقط هم به خاطر بچه های ایران. اگر من آقای اونطوری، من یه خانمم آمریکایی، بچه هم اینجا بزرگ، میرفتم دنبال یک کسب خودم، به من چی کار؟ ولی من نمیتونستم بگم به من چی کار. من 26 سال 1000 مار رفتم 1000 مار آمدم، برای که اولا کارم دوست داشتم، دوم من نمیتونم شب سر من بذارم بگم آقا به من چی کار. من دلم به حال اون بچه های ایران میسوزه. من شخصا به عنوان یک پدر، من اشتباه کردم، اون بچه ها دارن حسابش پس میدن. ببین تو ترکیه ببینیم، من 14 سال تو ترکیه دارم میرم میام، من برسو نوار میذارم پری روی یک دختری از اینجا داره گریه میکنه میخواد خودکشی کنه. خب من اگه وجدان داشته باشم چطوری میتونم؟ من عکسای دختر خانما اینجا میبینم باعث خجالت باور کنیم.
عکس‌ها از این دکتر خانم تو لس آنجلس میدن که معذرت میخوام تو پلی بوی همش عکس شما نمیبینین. ما آمدیم مبارزه کردیم خارج کشور یا آمدیم عقدای کمبودامون رو خالی کنیم. ما با یه تاریخی مملکت ما از به هم ریخته، ملت ما دارن هر روز دارن اعدام میکنن. بابا ما ایرانی که اینقدر میگیم آدمای با شجاعتی هستیم، آدمای با وجدانی هستیم، کجا رفت وجدان ما؟ منتظریم به وقتم فردا که مملکت ما تجزیه بشه بعد میگه آخ دیدی چه مملکت ما تجزیه کرد، بری که سرای ما در نمیاد، بری که آمریکا رو ما فوکوس کرده، میدونه، مانیتور کرده، میدونه ما داریم چیکار میکنیم. بسیار ممنونم آقای نادری نژاد. اجازه بدین اینجا به دوستان بگم چون الان ویدیو شما هم مستقیم روی فیسبوک داره پخش میشه، هم روی تلویزیون مردم، بعدم این روی یوتیوب قرار میگیره به عنوان بایگانی، بعدم هر روز تا برنامه جدیدتون پخش میشه. ضمناً بعد از این مصاحبه من و شما ویدیوی شماره 7 که پریروز به دست من رسیده اون رو هم برای دوستان نشون میدم. دوستان اگر مایل هستید با آقای نادری نژاد مستقیما تماس بگیرید در رابطه با همین اوضاع و احوال تلویزیون ها، در رابطه با اوضاع و احوال پناهنده های ایرانی در ترکیه، چون ایشون خیلی توی اون قسمت فعال هستن، با این شماره تلفن بذارید براتون بخونم. 203 267 260 267 دارم نشون میدم 267 0205. هم میتونن تلفن بزنن، هم میتونن تکست بفرستن و برنامه تون حالا تا هر وقت با هم صحبت کنیم صحبت میکنیم بعد از این برنامه اون دوتا DVD که فرستادید. ولی سوال من از شما اینه، کی فکر میکنید که یه تلویزیونی را بندازید که تلویزیون خودتون باشه، برنامه های خودتون، و به اصطلاح دوستانم اگه میخوان آگهی بدن یا میخوان برنامه ازتون بگیرن با هاتون تماس بگیرن و اینها؟ ولا الانم میتونه آگهی بدن صورت برنامه‌ش، نمی‌دونم که برنامه‌ش میشه آگهی گذاشت چرا نمیشه. بله من حالا یه چیز جالب براتون بگم، اتفاقا جمعه گفتم یکی از دوستان حدود یه چند چه میدونم 10-15 تایی از این بیده ها هست، آفتابه های تمیز به اصطلاح که وصل میکنن به آب. بله. ما اون رو تبلیغ کردیم، بعد اون روز پنجشنبه یه نفر حالا خواست زنگ بزنه، معمولا من میدونم اینا از چه قماشی هستن، از چه طبقه سیاسی هستن، و میخواست به اصطلاح آمریکایی‌ها ما رو خیلی داونگرید کنه. گفت که آقای سوربی حالا دیگه کارت رسیده به آفتاب فروشی. گفتم من افتخار میکنم آفتاب فروشی کنم، ولی برای هدفم وایسم. و من اتفاقا بله یا آقای بود دکتری آقای مرتضا نمیدونم چی آقایی هم الان یادم رفته، و به این میگفتم، این میگفت که من پول ندارم. گفتم شما دروغ میگی، شما روزی 3 ساعت 2 ساعت برو دم مترو وایسا، یک کاغذ بگی دست، بگو من میخوام برای هموطنام صحبت کنم و پروموت کنم فریدم آف سپیچ و دموکراسی، و به من کمک کنید. ببین این آمریکایی‌ها چجوری به پول میدن. و بله اینا ماجرای آگهی ما، من یه دفعه اتفاقا سالها پیش گفتم، گفتم مشکل ما اینی که اونی که قصاب میخواد گوشت بفروشه به من میگه اگه من آگهی دادم بهه، بعد آگهی اون دکتری که میاد میگه کلسترول بده و برید گیاهخوار بشید نذار. گفتم بابا تو بیا حرف خودتو بزن، استیک تو تبلیغ کن، اونم بیاد حرف خودشو بزنه. و این همه آدم هست، یه سری میرن گوشت میخورن، یه سری میرن به اصطلاح حرف اونو گوش میدن و گیاهخوار میشن. در اصل این مشکلایی که شما میگید، من گفتم دلیلی هم که باهاشون موافقم اینه که اینا رو با پوست و گوشت و روح و جسمم خودم حس کردم، و منم دیدم اون چیزی که باور داشتم عمل نمیکنه و مجبور شدم هی عوضش کنم. البته من مثل دیگران نیستم ملا نصرالدین باشم بگم حرف مرد یکیه و بگم من 30 سال پیش اینو گفتم حالا اینو میگم. یه قسمت دیگه‌ای که من میخوام به عنوان ایراد یا سوال از شما بپرسم برای من باز کنید، شما اون مثالی رو که زدید که 8 طبقه بود، در هر طبقه یه آبدارچی بود، ولی این توی فامیلش تو خانواده‌اش اگه کسی میگفت کجا کار میکنی میگفت تلویزیون کار میکنم. حالا اینا یه سریشون اومدن اینجا، ولی من حالا ببخشید اتفاقا همین هفته که برسون بفرستم میذارم برسون نوارش دارم من بله برسون میذارم. خب سوال من اینه، ببینید شما چون مخصوصا اسم آقای غریب افشار رو بردین، من راجع به آقای غریب افشار صحبت میکنم. غریب افشار بعد اینجا درس خوند، و اگه یادتون باشه موقعی که تو تلویزیون آقای امین قاسمی، انقدر اینا تلویزیون عوض میکنن که ما نمیدونیم، توی یکی از این تلویزیون‌ها اون آقایی رو که یا سفیر اینجا بوده
یا ما یه ما هم کنسولگری داشتیم هم سفارت داشتیم، فکر کنم بله. اون آقا کنسول بوده و اون آقا پیرمردی بود، شاید الان که ما صحبت میکنیم بنده خدا فوت شده باشه چون موقعا سن زیاد بود. یه دفعه داشت به آقای غریب افشار میگفت که بله یادم شما از اینجا که خواستی بری ایران من بهت نامه برات نامه نوشتم که اونجا تو تلویزیون بهت کار دادن. ببینید شما خودتون تو آمریکا دیدید خیلی ها میرن درس یه کاری رو میخونن ولی اصلا نمیتونن تو اون رشته موفق باشن، ولی یه عده هستن که درس این کار رو نخوندن. من درسی که خوندم رشتم برق بوده، من دبیر هنرستان بودم رشته برق رو درس میدادم، بعد که اومدم اینجا تا 15-16 سالم اصلا رادیو های ایرانی و اینا گوش نمیدادم، بعد با رادیو محلی اینجا آشنا شدم، بعد که رفتیم اون گفت استعداد مثل نمیدونم صدای داوودیه، اون گفت آقا اینجوری و والا یه دو تا کلاس از این کلاس های کوچولویی هم هست که خود پابلیک اکسس اینجا آفر میکنن، مال کامپیوتر بله مال سی جی کامپیوتر گرافیک مال تهیه کنندگی مال گویندگی اینها رو دیدیم و آمدیم و اون موقع مردم بودن که با استقبالشون از برنامه‌ها به ما ثابت کردن که آقا سوربی باید باشه و اون یکی دیگه بره. و اون حالا تلویزیون اون موقع تلویزیون داور بود، تلویزیون خوبی بود چون 22 تا برنامه گذار با عقاید مختلف بودن و حسنش این بود که خود تلویزیون دار برنامه نداشت، از روزی شروع شد و تلویزیون های کالیفرنیا مردم ولشون کردن اومدن تلویزیون رنگارنگ اینجا رو نگاه میکردن و به ما زنگ میزدن میگفتن نمیدونم اینجا کالیفرنیا 9 شب همشون میرن میخوابن و میرن قمارخونه ولی شما تا صبح برنامه میذارید. من فکر میکنم مردم هستن که نظر میدن، نه اینکه این آقا رفته کلاس مثلا مجریگری گرفته چی گرفته. نمونهش آقای فرخزاد بود، فرخزاد رشته سینما و اینها نخونده بود، مثل که اقتصاد خونده بود اگه اشتباه نکنم، ولی وقتی آلمان بله بله ولی وقتی اومد توی ایران تو رشته شومنی و اینها گل کرد، با وجودی که حتی اونایی که سنی ازشون رفته بود مثل پدر من و مادر من و اینا رو دوست نداشتن ولی این گل کرد. من میگم شما هنوزم توی اون باور هستید که این فلانی چون مدرک گرفته آقای غریب افشار با اون خنده هاش فقط میتونه شومن باشه یا هر کسی میتونه بیاد. این روزا قدرت یوتیوب رو دیدید، یه خانم هندی هست میاد آقای شوخی میکنه 7 دقیقه 10 دقیقه حرف میزنه میخنده، امروز که ویدیوشو میذاره فردا 3 میلیون ویدیو رو دیدن و این خانم بابت این پول میسازه. عقیده شما چیه؟ من وقتی رفتم ایران دیدم غریب افشار رو که من نمیشناختم جان شده، ولی ما اون موقع تلویزیون تهران در سیر تلویزیون هنوز جدید بود. اولا مدیریتش به نظر من مدیریت خوبی نداشت، به خاطری که تلویزیون یک نقش محربی رو به نظر من البته در یک مواقعی در ایران بازی کرد و نقش تقریبا هم سینما هم تلویزیون یک نقشی مهمی در انقلاب ایران داشتن. ببینید من خیلی دهات های ایران رفتم، خیلی حتی یه فیلم هم ساختم به نام ایله برواندو. شما وقتی توی یک دهی میرفتی مثلا با یه دهی دعوات میشد، اگر مثلا به یک توهین به مذهبش میکردی اونم زیاد چیزی میکردی اونم یه ناراحت میشد، ولی اگر به ناموسش توهین میکردی به قول خودم تا فرسنگ ها دنبالت میشه که با بیل بزنه تو سره. خب ما متاسفانه مدیران تلویزیون تهران اینا که دور شهرها که نمی رفتن، از یک جایی هم مثلا می رفتن به یک شهری می رفتن صبح می رفتن تو استانداری یا تو فرمانده از این پذیری می شود بعد می آمدن می گوزن آقا ما رفتیم مثلا در بیرجت بله می رفتن مهمان سرا می رفتن مهمان سرا وای می سادن بله آره مهمان. ببینید وقتی آقای غریب افشار یا آقای همین فرخزاد اینا اولا که شومن نبودن، اینا چون ما شومن نداشتیم آمدن به قول شما آقای فرخزاد غریب افشار فقط میخندید. خب اینا میامدن تو تلویزیون همون برنامه که مثلا من خودم یادم میاد یک به خانم گیتی بود آمده بود اون زمان اگه یادتون باشه در آمریکا مد شده بود که خانم ها سینه‌بند نمی‌بستن. بله بله. میامد رو سن، آمد رو سن، سینه‌بند هم نبسته بود و آقای غریب افشار هم ماچش میکرد اینا. خب همین برنامه توی دهاته بیرجند هم نشون داده میشد چون تلویزیون شده بود. مردی که هنوز
صورت زن خودش تو ده بو خوبی ندیده و در مقابل دختراش پسراش مسئله سکس هیچ وقت مسئله نبود، اونم همین برنامه نگاه میکرد. وقت فردا صبح چی میشد؟ فردا صبح تو هر دیگه یک شیخ بود دیگه، باید تو دهاتم شیخ ها روزا میشدن دور هم زناش داشتن همه کار میکردن. مشکور بان شیخ چی میگو؟ میگو مشکور بان ناموس در خطره، ببین این ناموس در خطره، در خطره، باعث شد که دهاتی بلند شد بر 2400 سال که آقا شاه باید بره. در صورتی که ما در طول تاریخ رو وقتی بخونیم بارها شاه ما رو انداختن ولی نگفتن بره، یا عوضش کردن یه شاه دیگر آوردن گذاشتن جاش. یکی از این چیزی که تلویزیون و سینما، من یک دفعه با برادرم رفتم یه فیلمی اگه کازابلانکا بود، یه بود کمدیانی بود، یک دیالوگ گذاشته بودن تو این فیلم، خداش من در حلو برادرم خجالت کشیدم. ببینیم ما از نظر ناموسی و از نظر مذهبی هنوز در اون مراحل نیستیم که قدم به قدم آمریکا بریم جلو. این مسائل باعث آقای نادری نژاد شومن نداشتیم، شومن آقای نادری نژاد تازه اینا بله. اینا هم انقدر نرفته بودن جلو، به قول شما همین دوبلورا میمدن یه حرفای کثیفی میزدن از اینجا خدا آقا شما میگم یک حرف تو این فیلم من شنیدم خدا شاهده اصلا من بل... حالی من حالا هر صورت من میدون شهیاد میشستیم، خانه من سوار تاکسی میشد میامن 24 اسفند میرفت توی اول آریامه یه ساختمون مال مهندسی بود، خانم من استخدام اونجا شده بود از طرف تلویزیون. یه روز دم اون سین توی همین میدون 24 اسفند یه سینمای بود، سینما سانترال اگه یادتون باشه در یه زلی، یه روز خانم هم آمد گفت که این سینما ها چی سردرش رو عوض نمی کنی، یعنی دو ماه همین فیلم نشون میده. حقم داشت، شما اگه یادتون باشه بنرهای که بالا میزنن به سینما، یکی اون گوشه داشت دعوا میکرد، کشیده بودن عکس، یک ماشین مثلا منفجر شد، یک خانم هم همیشه مذرم خواهم لنگش به هوا بود. آره راست میگی، با شورت و لباس زیر خوابیده. من تمام ببینی من تمام اینا رو دارم ها، فکر نکن همه اینا رو من روی اینترنت نگه داشتم جمع کردم. بله. اینا با ایش شد ببینی وقتی یارو من تو گرگان با این یک شیروز قهرمانی بود، این تو سینما بود، یه فیلم رو اینا بعد بگیم این سیستم اینجوری شده بود، یک فیلمی که در تهران بعد از فروشی که میشد من میتونستم برم از تهیه کنم بگم آقا من 2000 تومن به تو میدم فیلم یک کپی بده به من، من این کپی رو میبردم تو دهاتای یک شهر کوچیکی نشون میدادم میتونست 4000 تومن در میبردم. یه دفعه یه فیلم ما رفتم با سیروز قهرمانی داشتیم رفتم مشهد، گفت بیا بریم یک شهری نزدیک گنبد و ترافیک، رفتم یه سینما، رفتم اون رفت بالا صحبت کنم، من تو دیدم یک فیلم از این خانم شناسیارین دیدم شوندم به قدری سکسی، خب من آمدم بیرون دیدم جوونا ببینین جوونه دیگه آقای صوبی تمام هورمونش، جایی نیست که با دختری که نمیتونه بریم شنو حرف بزنه، جایی نیست که چی میشه یاقی میشه، یاقی چی میشه از کنار ماشین شما رد میشه یک خط میشه، چون تابلو ایست که میبینه میشتونه اینا. نه یه ماجرای بود یک عمله یه زن نمیدونم تو تهرون بیچاره زن دلا شده بوده. بله بله همین، حالا یا درست یا غلط ببینید حالا در ببینید موقع باید چی بشه که یارو یک جوون بتونه بره با یه دختر بشه قهوه بخوره، ببینید همین که یه قهوه با هم بخورن یه مقدار ارضا میشه، ولی در اینا نبود، همه فیلم ها سکسی، همه فیلم ها سکسی، اصلا معلوم از یارو از دختر از این درمی اومد از اون درمی درمش همین خانم حاله فیلم هاش هست دیگه ببینی بله. همین خانم حاله تو چه ما درست نره، ما یک آشوب سکسی به وجود آوردیم بدونی که بدونیم چیکار میکنیم. یعنی یه آشوب به نظر من البته مسائل اقتصادی بود، مسائل سیاسی بود، ولی سینما و تلویزیون نقش مخربی در این انقلاب داشتن. بله. این سیروس قهرمانی که میگید همون چیز نایب پهلوان نایب یا نه اون که تو آلمان، نه این سیروس قهرمانی فیلم های چیز ساخت، یک دو تا فیلم ساخت، ولی تو تلویزیون یک برنامه هم داشت 10 دقیقه‌ای که من یادم نیست. آره سیروس به سیروس قهرمانی بود. آره خب ممنونم، اجازه بدین باز یه بار دیگه به دوستان بگم اگه مایل هستن با شما تماس بگیرن، این هم شماره تلفنتون و شما اورگان هستید 503-267-0205. این روزا دیگه مهم نیست کجای دنیا باشید، شما
طرف میتونه آلمان باشه، شما میتونید آمریکا باشید، اون میتونه آمریکا یه ایالت دیگه باشه، شما یه ایالت دیگه، در هر صورت با شما تماس بگیرن و امیدوارم که بتونیم به زودی زود این برنامه های شما رو یا حالا حتی اینجوری حتما حتما شما سوالات تموم شد، من آماده کرده بودم چی سوال سختی از من میخواد بپرسید. این سوال خیلی معمولی بود. نه خیلی جالبه، چون این چیزایی که شما میگید من اینا رو مثلا راجع به همین اشکال سینما و تلویزیون راجع به همینو من شنیدم، خیلی قشنگ گفت توضیح دادید. نه من یه چند تا گفتم موضوع دارم که اینا رو میخوام بپرسم برام باز کنید. اتفاق ببخشید شما یه ایمیل برم یه چیز فرستادین روی تلفنم، یک نفر تماس گرفت روی فارسی هم نوشته بود. آها آها بله بله که من از آقای نادیجاد بپرسین من جواب دارم، الان روی تلفن یادم نیست ولی سعید اجازه بدید من ببینم میتونم ایمیلش اینجا پیدا کنم. سعید نوشته برای آقای نادرنژاد، آها خیلی ممنون که گفتید، ماشاءالله به این هوش حافظه. نوشته سوربی اگر دوشنبه با آقای نادرنژاد صحبت کردی بهش بگو من جواب سوالش رو دارم. سوال کرده بود که چرا توی ما ایرانی ها یکم خورد شیشه هست که تقلب کنیم یا دزدی های کوچیک یا دروغ و کلا چرا قانون را رعایت نمی کنیم. جواب من این است، به خاطر اینکه از روز اول به ما یاد ندادن به قانون احترام بگذاریم، بلکه یاد دادن از قانون بترسیم. ترجمه ساده، وقتی منتظر چراغ ترافیک هستی که سبز بشه، اگه پلیسی یا شاهدی نبود چراغ قرمز را رد میکنی. به ما همچنان در اعتقاداتمان یاد دادن که از خدا باید ترسید که دوچار جهنم نشویم. مدرسه میرفتیم معلم کتک میزد، ازش میترسیدیم. تکلیف هایی که میداد انجام میدادیم. متاسفانه به ما یاد ندادن که به قانون که همان روابط اجتماعی است، سیویل لا، یا احترام بذاریم یا سیویل سوسایتی داشته باشیم. حالا هم نمیشیم دیگه. و سلام در این مورد چی میگید؟ اتفاقا ایشون توی فرق درسته بله ببینید درست میفهمید. حالا من وقتی انقلاب میشه دو تا جوونا داشته میومدن، موقع انقلاب که همه فرار میکنن دیگه، یارو چونسار و چونزن به مغازه‌دار همه با هم رفیق بودن میومدن. من خودم 17 روز توی زوریخ تو فروگا گیر کردم. دو تا جوون داشته میومدن با هم آشنا میشن، یکی اسم فرید میگه تو چرا فرار میکنی؟ میگه والا من بابام سناتور بوده اینا، برای اینه که ما دارم فرار میکنم. میگه سناتور چیکار میکرد؟ میگم جسم میگه سناتور چیکار میکرد؟ میگه سناتور همین قوانینی که تو مملکت ما بود بابای من امضا میکرد روی قوانین رو. میگه اه بعد بود مپسه بابای تو چی کاره بود؟ میگه بابای من پاسبان بود، 5 تومن میگیره فاتح میکن به قانون بابای تو. ببینید اگر در ایران، ببینید اگر در ایران وقتی یک پسر تیمساری مثل اینجا، یه پسر تیمسار که همه میشنسن، اگه یه خلافی میکرد میگرفتنش و تو تلویزیون هم اعلان میکردن، اون جنوب شهری حساب کار خودش میکرد. اگه یاد شما اینجا بودین دیگه، موقعی که بوش پدر رئیس جمهور شد، بوش پسر رئیس جمهور شد، دو دختراش دوقلو داره، یک سالشون بود رفتن توی بار مشروب بخورن، پلیس گرفتشون، تو تلویزیون ها نشون دادن. بله بله دختر داداشش هم دختر جبوش هم توی فلوریدا رفته بود مواد بخره، دوا یا از این قرصایی که بله اونم منظور که ببینید، منظور که این قانونه، احترام گذاشتن به قانونه. یک دفعه این آقای مک داگلاس شما یادتون هست دیگه، مرد، اینو من دیدم، فکر کنم ویدیوش هم دارم. این ماشین شب میره یه رستوران، ماشینش تو نیویورک دوبله پارک میکنه، وقتی میاد مینه پلیس رد تیکت میده، با پلیس جربست میکنه. اینجا نمیتونی شما دست به پلیس بزنی، میتونی جربست کنی ولی دست بزنی، حالا اینو چطوری میشه دستبند بهش میزنه؟ این یکی از موره های قوی ژورنالیستی آمریکا بود، تو سی بی اس هم کار میکرد، 60 مینیت، تو همون تلویزیون هم نشونش دادن دستبند. چرا نشون میدن؟ میخوان به اون جوانی که فردا میخواد یه جایی رو بگه، بگه آقا تو فکر نکن که اگه فردا شدی مک داگلاس هر کار دلت میخواد فیلم مملکت بکنی. قانون این مایک والاس، من خدا بله مایک والاس همون بود که با شاه صحبت کرد، همون با خمینی هم صحبت کرد، بله حالا پسرش هم کریس والاس، بله توی صحبت با شاه هم گفت که خلیج، شاه بهش گفت که بله. نمیگی خلیج فارس، بله برو کتاب بخون، برو بله. تو دانشگاه بهت نگفتن یا حالا منظور که احترام به قانون. ما ایرانی ها آدم های ترسیم بری که تو خونه که بابای ما، باباهامون شدن دیکتاتور، از بابامون میترسیم.
بعد از مادرمون میترسیم، بعد میایم تو کوچه از بقالی سر کوچه میترسیم، بعد از پاسبان میترسیم، میایم تو محیط از رئیسمون میترسیم، همش در حال ترسیم، از سیستم میترسیم ثبات نگیره، همش همین. خب این ناخودآگاه شما آدم ترسی بار میای. بله ما همون که میگه درست میگه ایشون، اگه من یک جای پشت سرم پلیسه و من بسید چرا قرمز یواش میکنم ولی پلیس نمیشه، اعترام. ولی اینجا یک به من تو تلویزیون گفتم، یادم نیست دیگه، گفتم من یک کار خلافی در این مملکت اوایلی که آمدم کردم، یک درس که این کار خلاف به من آموخت، یعنی دروغ گفتم، یک درس به این آموخت که از اون موقع تا حالا من ساعت دو نیستیشم که بیا پشت چرا قرمز وام میسیدم. خدا شاید نمیدونم به چی تعریف کنم، اگه وقت هست بهتون بگم چه اتفاقی افتاد. بگید بفهم. ما وقتی از ایران آمدم، یک چند از بچه های مشهد هم از من دوستر آمده بودن، یکی بود پسر فرمانده لشکر مشهد به نام انصاری، خسرو انصاری، این متاسفانه هم افتاد تو دراغ و همین دو سه سال پیش تو سانفرانسیسکو فوت کرد. این وضعش من گفت که محسن تو اگه شناسنامت ببوری تریپل ای، اون موقع که مثل گفت تریپل ای ببری، بگو آقا این تصدیق منه. آها. تصدیق منه و بهت یک کاغذ میدن میتونی اینجا تا یک سال به عنوان توریست رانندگی کن. ما رفتیم کاری کردیم و از اینکه باورم بگم اصلا ما یک بار فقط با پسرممون رفتیم یه ماشین کرکیدیم، هم یک دفعه ماشین فریدون و گونه چون با من اتاق بود، یک دفعه بود دار میتونم با خودش هم رانندگی کنم. همین موعدش تموم شد. ما سال 66 درست اولش جولای 1966 شب قبلش کشتیگیرای ایران آمده بودن اینجا داشتن برمیگشتن، ما رفتیم فرودگاه فرداش، من رفتم این ماشین بخرم بعد از دو سال 500 دلار پایین بودم با ما 81 امپالا. ماشینی که از دوستان میگرفتم شاستی پایین، رفتیم برگشتنا معامله شده اینا، برگشتنا ساعت 6 7 بزرگ بود سر استاکسان تو اوکلند، توی کوینز نیویورک باستادم، آمدم حرکت کنم رو برگشتم به رفیقم، رفیقم گفت که موسم مواظب باش، تا برگشتم دیمه دختر بچه آمد جلو ماشین من، من دست باچه شدم، خول شدم واقعا، آمدم ترمزونم رو گاز از روش رد شدم ده. او برگ باستادم آمدم پایین، یک نگیدم دختره به سطح چیز افتاده، به سطح خیابون افتاده، ده قدم فرار کردم، بعد با خودم گفتم کجا میره؟ ببینید چرا آقای سرمی بگه تو مغز خودم میرسم، من تصدیق ندارم، از این میترسیدم. خلاص همین برو و همین تو شک و تردید رو چکار کنم، پلیس چه ماشین آمبولانس من بردن، پلیس اومد و اون موقع با حالا فرداش آقای طبعا 50 سال پیش دیگه، همسودا اومدن پلیس، یکی از این همسودا رفیق هم به پلیس گفت که این شوق بهش وارد شده، این نمیتونه واقعا هم آقا صبحی بهم شوق وارد شده، اصلا فکر بودم دارم خواب میبینم. من برداشتم با همین پلیس خصوص همسودا برد تو خونه شد و قهوه بهمون داد و تا ساعت 11 شب با من صحبت نکرد. دیگه 11 شب من برداشتم بردم پلیس استیشن، دیدم ای تو پلیس استیشن یه دختر خانمی نشسته، خانمه آمده بود به نفع من شهادت داده بود، گفته بود این دختر از خونه من آمده بود بره اون برسه اون خونه خودشون، یه تی پری دلو ماشین. خلاصه سر تو در میرم پلیس اونجا کاغذی نشون دادم تریپل ای، موهش هم گذاشته بود که من تصدیق داشتم، ولی اون که نمیدونست که تصدیق من شناسنامه میگه، به من یه نامه داد که شما 12 جولای باید بری کورت. خب آقای سرمی اون موقعم که مثل حالا نبود هیچ قوانین، من 12 شب هیچ کسی میگه به من چی گذاشت، نصف شب بلند میشدن یکی میگفت 2 سال زندانی داری، یکی میگفت دیپورتت میکنه، هر کسی یه جوری میگفت، من اصلا یک حالتی به من داست داده باشه اصلا گفتم چرا هم چه اشتباهی کرد. خلاصه رفتم کنسلگری ایران توی نیویورک، من نمیدونم همین آقای طباطبایی بود یا اسمش آقای طباطبایی بود، خلاصه رفتم اونجا و رفتم تو گفت بفرمایید، گفتم که آقای طباطبایی من یک اشتباهی کردم آمدم اینجا، دیگه اصلا از نصیحت و چرا این کاری کردی و چرا این که اصلا از ایناش گذشته، به من دیگه اینقدر چند شب بود مرگ بوده بره من قضیه تعریف کردم. گفت خب حالا من چیکار باید بکنم برای شما؟ گفتم من شناسنامه‌ام اگه اینا فرستادن شما بنویسید که این تصدیقشه. گفت آقا نجور من چیکار راستم میگو؟ گفت من چیکار نمیتونم بکنم، من این کار برای شما بکنم فردا اون دانشجوی دیگه انتظار دارن. اون بعدش من گفت من یه کار میکنم باست چون آنسی با من صحبت کرد، من خودم وکیل میگیرم برات میام،
آمدم گفتم مرسی آمدم بیام راست میگه. رفتم یه وکیل گرفتم گفت آقا من $100 میگیرم میام اونجا حرف بینم چقدر حرف میزنم. حالا آقای صوبی من که تا حالا دادگاه نرفتم کسی هم نیم من همش اون فیلم ها رو یادم میامد هیئت جوری نشستن اون برای یک دیگه. ما رفتیم روزه که رفتیم با یک پسری بچه صاحبه بود با هم رفتیم $700 پول با خودم بردم که البته این میبراش قرض که دونه بچه های دوره برم $700 این $7,000 اون موقع براتون اینه که شما میگه تیکت ماشین میگیری میگه توی سالون همه نشستن بله بله همه نشستن و بعد خصوصا نوبت من شد گفت مستر نادری ما اونو وکیلم بلند شد وکیلم دیگه احوال پرسی کرد اصلا من حرفی نزد وکیلم گفت که ای آره این تصادف کرده وکیلم گفت که تصدیقش همراهش نبوده گفت بچه چطوره بچه بعد از ما تحقیق کردیم فقط پاش شکسته بود و سرش خدا رو شکر که نمرده بود. آقا من که 12 شب خواب و خوراک نشتم فکر کنم 20 کیلو بس کم کرده بودم چکوش زد گفت $25 اصلا $25 من یه 12 شب مرگ بشه شکرم نه $25 من هیچ رفته از دست با شکی تمام بولان اصلا دلو یارو خدا این واقعیت ها خود آمدیم از اونجا بیرون و ما رو برداشت برد یک بار یا تبا ساعت یک دو بود یک ساعت با من پول شدیم رفت. آقای صوبی اون باعث شد و البته ایرم بگم خانم من خیلی تاثیر گذاشت رو من چون خیلی آنست یک بار نه کار خلاف دیگه کردم نه دیگه دروغ گفتم. بسیار عالی. اصلا نمیدونی آقای صوبی شما نمیتونید بگید من چیست اون دوازده شد چی گذاشت به من. بله اصلا ممنونم. خب آره منظور که آره این چیزا باعث شد و واقعا من اینجا احترام میذارم به قانون قانونم و هر کسیم که از ایران میخواد بیارفه میگم آقا اینجا به قانون اگه احترام بذاری قانون ازت پشتیبانی میکنه. حالا که اگه بخواد ایرانی بزنی زیرابی خیلی متأسفانه زیرابی زدن حالا چند نفر شد تو زندان. اجازه بدید در همین رابطه بگم باز من ویدیوهای شما رو دیدم راجع به اونایی که توی ترکیه هستن گفتی چرا اینجا با این وضع کثیف زندگی میکنی گفته خب من میخوام آزاد باشم تو خیابون کسی اذیتم نمیکنه بعد گفتید خیلی هاشون آرزوی اومدن آمریکا رو دارن بعد بهشون گفتی بابا آمریکا که میای اینجا باید کار سخت کنی تعریف همین کار باشبایی خودتون رو کردید اینا من به نوبه خودم از شما ممنونم برعکس خیلی از این خواننده ها که اتفاقا یادم من مثال شهرام کی رو میزدم که گفتم این فیلمایی که الان خودشم مثل که بیچاره وضع خوبی نداره تو ترکیه گویا ولی به الکلی شده ببین بره که این ببخشید حالا حرفی بود شهرام که اولین خواننده جوونی بود تا این پشت سر آصف اینو منصور کر می‌خوندن بله بله. یه موقعی اینا آمدن این یه موقع گل کرد صدایی هم نداشا ولی گل کرد تو جوونا و فلان و مادرش هم خیلی با این برو خلاصه یک دفعه خب یک نسل دیگه اومد اون کانفیدنسی از دست داد و آدم هایی که معتاد به الکل معتاد به دراگ میشن اینا آدم های ضعیفی هستند که در مقابل مشکلات نمیتونن استادی کنن این بعدم دیگه همچی آدم این رفت بعد من که البته منتظر نیدم ولی میگم رفت دبی و خبرش آمد که تو دبی خیلی وضعش خراب بوده الکلیست شده بود و دراگش من نمیدونم بعد آوردنش اینجا بردنش دکتر خیلی ضعیف شده بود ولی دوباره دیگه مهم نیست اینا دیگه اینا آره. ویدیوهایی که اینا میسازن نشون میده که میان پایین یه ماشین مخصوصا کالیفرنیا ماشین ها سرباز 6 تا 7 از این دخترها اسپانیش که اگر همه اینا ببخشه اینا همه مال کجی ها کجی چیز عفاف داره مثل که اصلا معروفه من اتوان این کجی رو باز اینجا اومده بود با آقای شهرام همایون برنامه‌ای که از فرح پهلوی فیلم برداری کنن اینا دیدم بهشون اینجا معروف شده بود که میگفتن کجی این دوربینش همیشه زیر دامنه اصلا از زیر دامن بیرون نمیاد و بماند من منظورم اینه این فیلم ها که نشون میدن باعث میشه که بیچاره اون ایرانیه که حالا توی ایران یا توی ترکیه توی اون وضعیت برزخ اسیره فکر کنه وقتی میاد اینجا چه شود در صورتی که خود شما اینجا از بچه های ایرانی سوال کن مثلا آخرین باری که یک سینما رفتی یه تفریح رفتی کی بوده همش یا کاره یا درسه و من فقط یک خواننده ای رو دیدم که متاسفانه اونم تو این بازار
چیز مثل که خیلی دوام نیاورد، الان نمیبینمش دیگه. شهاب اسمش بود که قشنگ نشون میداد، یه صدایی هم داشت مثل داوود مقامی و آغاسی و اینها میخوند و این نشون میداد که کارگر مکانیک با اتوبوس میره خونه و میاد. همین ماجرای آمریکا رو ها قشنگ به تصویر کشیده بود. در صورت این صحبتایی که شما میکنید، من به بینندگان باز سفارش میکنم اگر شما رو نمیشناختن، نمیدونستن یا مثل من یه مدتی دیدیم شما نیستی، حالا دوباره شما فعال شدید، ویدیوهای شما روی یوتیوب هست، روی گوگل هست، اسم شما رو که بنویسن محسن نادری نژاد یا چرازنین، این ویدیوها میاد و میتونن نگاه کنن. و ازشون هم خواهش میکنم اگر میخوان حمایت کنن یا میخوان آگهی بدن یا میخوان برنامه داشته باشن توی برنامه شما، الان شما تو برنامهتون گفتید مصاحبه نمیکنید، مثل که نه شما من چرا ولی نه آخه من مصاحبه گر نیستم، دوباره چی میخوام با یارو مصاحبه کنم؟ سیاسی هم نه. خب شما چند سال آمدین آمدین این که دیگه همه میدونن، همه ببینیم من مصاحبه کردم قبلا، رفتم خورده مطالعه کردم که چی سوالی از یارو بکنم دیگه، که حالا بتونم در مقابل جواب اون میدی یک سوال دیگه بتونم. من تو تمام این چند سالی که میرم ترکیه فقط یک خواننده به من یک دفعه کمک کرد، خانم همیرا زنگ زد گفت نجور عید نوروز من 500 دلار به شما میدم، شما بفرستین برای پناهنده. من این 500 دلار رو فرستادم، گفتم آقا به هر کسی 50 دلار بده که 10 نفر حداقل این 50 دلار بهشون پول بدن بره خوش یه چیز بخره. تنها کسی که کمک کرده خانم امیرا بوده، هیچ کس دیگه نکرده. این آقای امید و شهرام شفری که اومد اینجا گفتم ما رفتیم بره پناهنده ها در ترکیه کنسرت مجانی گذاشتیم، دروغ میگن. اینا پولشون رو گرفتن. او آقای رضا زراب بود که حالا تو زندانه، این پولشویی داشت میکرد، اومد یه کنسرت گذاشت اونجا، دو دفعه گذاشت. البته اینم بگم 2000 نفرم رفتن، ولی از این 2000 نفر 1500 نفرش از این خانمای بکش مرگ ما بودن، همه خوش رو به پناهنده جا زدن. من عکساش دیده بودم، پناهنده من دیدم دیگه زندگیشونو. این خانمه که من دیدم اوشتم اونجا بودم با آقایون که همه لباسه خیلی آخر مدل پرشون بود و خیلی حالا کالر آمد اینجا. من دیدم تو تلویزیون اینجا بعد آقا ما رفتیم کنسرت گذاشیم برای پناهنده. چی آقا کنسرت که پول شما گرفتین، پولتون گرفتین، او آرو برای پولشوی مقی کاری کرد. بله این هم همش رو استیج میان، بینی چیه میان رو استیج قربون سده میدن، ولی از اون بالا که میان پایین اصلا یادشون میره. همون که گفتیم باید خدمت کنن به جامعه. آقای سور بیدی که حالا بابا 30 خورده سال چی من که شما دیدین دیگه همین قهرمانه ورزشکاراشون یا هنرمندا اینا کجاها میرن؟ تو مدارس میرن، تو سرطانی میرن، تو دانشگاه ها میرن، میدین کمک میکنن. یکی از این خواننده ها گفت اینا میذارن پای تکسشون. گفتم خب آقا شما این کمک رو بنده خودت بذار پای تکستون. بله آقای نادرنژاد، راجع به این آقای چیز صحبت کردید، رضا زراب، همین امروز توی مجله، توی روزنامه های ایران، توی روزنامه شرق اسمش بله. بود که نوشته گویا دفاع اردوغان از رضا زراب. البته خب معلومه اردوغان، آره اردوغان خوانده، اردوغان گفته که آمریکا یه نگرشته که به من چیز بزنه به حساب بدنومم کنه، در طوری که همون اول گندش در آمد که این با پسر اردوغان چی پول رفت آمد پولی داشتن. بله خوندم اونو. بله مثل که همسرش هم ازش جدا شده، چون معمولا اینایی که به خاطر پول و معروفیت و اینها با هم آشنا میشن و ازدواج میکنن، وقتی هم بلا فاصله یه مشکلی پیش میاد وای نمیسن پای طرف. بله مثلا میگن دوزای بزرگ دوزای پایین رو به اسم قانون میکشن که خودشون چیز کنن. این زنجانی و بابک اینا یه آلت دست بودن و اون دوزای بالا خب باید یک کسایی داشته باشن دیگه که پادو باشن. آره اینا رو میدازن جلو که خودشون درده خودشون که نمیتونن بدوزن، یه پادو هایی دارن که اونا بدوزن، بعد آخر هم به اسم اونا چیز میکنن دیگه. خب آقای نادر نجات ممنونم که ما رو تو برنامه خودت را دادی. فقط یه چیز دیگه که مهمترین کاری هست که شما انجام میدید، یه مقداری توضیح بدید درباره این کاری که الان سالهای سال شما انجام میدید، میره ترکیه کمک میکنی به اونها، و اگر فیلمی هست حتی اگه قدیمی هم هست اونها رو هم لطف کن برای من بفرست. من برش هم تو همین برنامه امروز آخرش نیم ساعت جدا کردم از چیزای پناهنده ها. بله ندیدیم همه رو من نگاه نکردم چون میگم شنبه آخرش 30 دقیقه این بعد طرف من برای 30 دقیقه چیز گذاشتم از بچه آدم هایی که ببینیم من وقتیم که میرم اونجا مثلا یارو میگه که
میخوام مصاحبه کنم، میگه که آقای ناجی مثلا صورت من نشون نده. باشه، صورتش نشون نمیدم، دلش نمیخواد. بعضی هم بهش میگم سه چیز هم نمیپرسم از اون، برای چی اومدین، دینتون چیه، سیاستتون چیه، اصلا ازشون نمیپرسم. بسیار عالی. خب و در این مدت هم که رفتم با این ویدیو که گرفتم، میتونم نمیگم بعضی ها بردن قبول نشده، بعضی ها قبول شده، پروندهشون باشده. بیشتر از 100 نفر رو من تونستم با همین ویدیو از اون مملکت بیان بیرون. ممنون از شما. ما هم اینجا کمک میکنیم به پناهجویان با مصاحبه‌ای که ترتیب دادیم، حتی وقتی تو زندان هستن و اینها، تا حالا چند تن از اونها پناهندگی گرفتن و از این بابت به خودمون میبالیم. با وجود که بله بله بله، هر کدوم ما اگه بتونیم 10 نفر اینا رو بیاریم بیرون، 10 نفرن دیگه. بسیار میگه ببینین، من حرفم با این آقایونی که میشن اینقدر ایران ایران میکنم، من میگم بهشون گفتم آقا یک دفعه شما بلند شین، نمیخواد کمکم، بیاین اونجا زندگی رو اینا رو از نزدیک ببینین. این حرف منه. بله من میرم آقا، من میرم اینا که بابا، اینا که تاون که ندارن، جزامی هم که نیست، اینا همون بچه های جوون مملکت ما هم بیشتر شدم تأثیر کرده اینا. بله بله. نتوسته میرم اونجا با اینا زندگی میکنم، میرم اونجا آقا یک ملافه میگیرم با یک روپ متکایی، میرم اونجا یک گوشه یک مبل یک زمین میخوابم. من جای رفتم 6 نفر توی یک اتاق خوابیدم، منم البته گذاشتن روی مبلشون بخوابم. آره من اونها رو شنیدم که شما گفتید وقتی من میرم سعی میکنم هتل نگیرم، پول هتل و اینا رو کمک کنم. بله. ملافی میگیرم میرم. بله من اصلا پول هتل نمیدم اونجا، اصلا بله. نه پول هتل میدم، من تنها چیزی که برمیدارم پول هواپیمامه. تو تلویزیونم گوشم چون ندارم، اگه باور کن داشته باشم اونم میدم. وقت میرم چیکار میکنم، مثلا میخوام نهار بخورم، 3 نفر دیگه با هم نهار میخوریم. بسیار ممنون. خب امیدوارم که دوستان تماس بگیرن و همین حتی کمک کردن به این پناهجویان، پناهندهایی که اونجا هستن، اینا رو هم اقلن اگر حتی اگه به شما اعتماد ندارن بپرسن چجوری میتونن خودشون مستقیما عمل کنن، کمک بله. کنن. و شما امتحان تو پس دادی، من جایی ندیدم که کسی گفته باشه. ضمن این که دیدیم خیلی از این هنرمندا و اینا آمدن به قول شما همون کنسرت، نمیدونم برای پناهجویو کنسرت، برای زلزله فلان اینا، بعد فردا پس فرداش چند تا تلویزیون با هم جمع شدن، کلی پول جمع کردن برای بم و اینها. بعد دیدیم که خودشون سر خوردن و سر تقسیم $1,000,000 من چیزاش پیدا کردم. $1,000,000 گفتن، البته آقای نمازی خواه گفت آمد مدرک نشون داد، ولی فهمیدم $1,000,000 وسط رفت به هوا. ممنونم از شما. نظرتون راجع به این آقای نمازی خواه که توی لس آنجلس اون بنیاد ایمان رو دارن چیه؟ با من زیاد خوب نیستشون. اونم گلدار حالا از این نمازی خواه صحبت میاد، من نمازی خواهی رسیده اتفاقا سپربرد گفت آقا یک آقای دخترش مرده، اینه برو ویدیو به این بگی. گفتم کجا؟ گفت سر خاک سپاری. گفتم باش. وقتی اونجا جایم دختر آقای نمازی خواهی به نام سپیده سرطان گرفت، چرا سنگ 14 سالش بود. آره، ما فیلم گرفتیم و اینا، بعد دادیم $900 هم یادم میاد به من پول داد. من کم کم با یه آشنا شدم، همین آشنا بعد یه خونش جشن داشت دعوت هم کرد اینا، تا اینکه این تلویزیون 24 ساعت، همین تلویزیون خودم میخواستم بزنم سال 1992، رفتم مطبش رو نشستم، گفتم آقای نمازی خواه من دارم تلویزیون میزنم، شما لطف کنید به من یه آگهی بدین. گفت نه من تا حالا به کسی آگهی ندیدم. راستم گفت هیچ وقت آگهی بدین. گفتم خیلی ممنون. یه بود بعدش گفت که نانیجاد من این دقیقا نیزم تو تلویزیون من بگو. گفت من به تو به نادر رفیعی ماه $200 میدم و قبل از که برنامه تو ضبط کنیم بیان تلو من که بگم چی بگیم. من یک خنده تو دلم کردم و یک پوزخند بودم باش آمدم بیرون نرفتم از اونجا دیگه. بعدا بدم اومد از این این یه آدمیه خیلی قدرت پرست، سالهای سال این مسجد رو شده مدیر رئیس هیئت مدیره بود. این دکتر یک دکتر بود اسمش یادم به من آگهی میداد، اونم بود میگو آقای هیچ وقت نمیخواد رئیس هیئت مدیره رو عوض کنه، همیشه خودشه. همیشه اصلش هم قومیه این. بعد اون برش چی شده دیگه، اون مسجد برش یک زد و بندای اون پشت صحنه هست دیگه. آقای شنیده بودم که بعد از فوت دخترش بیشتر به اصطلاح درگیر این کارا هست. یه دفعه خودم رفتم لس آنجلس و دیدمشون رو
فیلم برداری هم کردم، گفتگو هم کردم، ولی اون فیلم رو ندارم. من از اون فیلم هایی که به اصطلاح حق امتیازش مال تلویزیون رنگارنگ بوده، حالا اگر یه وقتی بتونم ممکنه. ببینید صحبت رنگارنگ شد، صحبت حالا ببخشید یه حرف. ببینید تلویزیون ها در آمریکا وقتی باز شد، آقای بیبیان بود و آقای لیمونادی بود و اینا، یه اعتبار مردم روی تلویزیون ها داشتن، یه احترامی داشتن. واقعا یادم میاد وقتی که اینا رو یک جا میدیدن ایرانی ها، من حالا گفتم به واشنگتن کار ندارم نبودم، میدیدن اینا رو اصلا مردم با یک نگاه دیگه. خب وقتی یه تلویزیون میاد که من با گوش خودم شنیدم رکیکترین فوشا رو تو تلویزیون میده و آدم هم که میان رو تلویزیون و او هم فوش میدن، خب معلومه که کم کم احترام رسانه از بین میره دیگه. بله. شما اگر ترین کشور دنیا، بی تمدن ترین کشور دنیا، اگه یک تلویزیون داشته باشن، غیر ممکنه تو تلویزیون فوش خوار مادر بدن. آقای داور میداد، خودتون شاهده. قول شما وقت تا زمانی که نمید جلو دوربین اوکی بود تلویزیونش، زمانی که خودش آمد واقعا اصلا تلویزیون رو بی اعتبار کرد. بعدم اینجا آقای خواننده فرخ رو میشناسید؟ فرخ بله. یک زمان خوانده میخواد جای ویگن بگیره، گفتم بهش یک روز بودم ویگن که نتیجه سلطان ما اینجوری شده، گفتم برو تو متاسم تو آخرش توی سانتا مونیکا که نظریا هوملس شده باشیم. این خودش قسم بگو آقا من رفت میرفتم تو جنبش، دست و پای منه میگرفتن، از تو جیبم پول در میوردن. شما افشین خواننده رو یادتون هست تو ایران تصادف کرد؟ بله بله. این یک خانمش تو نروژ زندگی میکرد، میخوام کلکو اینا با ایشون که ما بی اعتبار شدیم. یه خانمش به نام سویلا توی نروژ 40,000 دلار میفرسته برای فرزان دلجور، چون فرزان دلجور اینا از ایران میشناختن دیگه، تو فیلم چیز میکرد. اینا میگه که ما بره توی یک رستوران ایتالیایی میخوایم بخریم، اینا باور میکنه دیگه، تو اینا حساب نمیدیست که اینا چیه. اینا آفتبر رو این قضیه چند آفتبر رو جلو تلفن میگیرن، آب میرزه، میگن ببین یه رستوران ایتالیایی خریدیم، رسن یک حوضی یه آبشار داره آب میاد. خداش این واقعا این بران شد. من اینجا من اصلا نمیشناختم، اصلا نمیدونستم کی هست. یه روزی هم به من زنگ زد، آمده بود اینجا با خواهش هم دید. آمد دیگم آقا سی کاغذگو آقا اینجا اینا من بیچاره کردن، من 40,000 دلار فقط سرمایه‌ام بود دادم بینا، من به هوای اینا رستوران خوردن، از اینا خیلی کارا کردن. اینه که باعث من واسیدم جلو اینا. آقای چیز این مسائلی که میگم اینا به من حمله فیزیکی میکنن. وقتی که شب خیز و علیرضا قاسمین به من حمله کردن، برکه رفتم تکسا اینا رو پیدا کردم، گفتم بینندگان اینا پول نقد از کنسرت ها میگیرن، به دولت نمیدن، کسی که توی آیارس کار میکنه بیاد کمک کنه به من، من یه مقدار سند گیر آوردم، بیاد کمک کنه اینا بریزیم زندان. فردا شنبه فیزیکی کردم. وقتی منطق ندارن به حمله میکنن دیگه. بله ممنونم. اتفاقا در رابطه با همین که مخصوصا این خانوما، شما تو برنامه‌ات هم گفتید مخصوصا خانوما رو به اصطلاح هدف قرار میدن. یکیش یادم تلویزیونی راه انداخته بود با همین شاعر به اصطلاح شاعر خانم تهرانی. بله بله. که خانم عزیزا تهرانی الان نشسته تو. آقا این آرشگره. بله. نه سیاسی یاد داره، نه حرف، اصلا حرف یاد نداره بزنه. آقا نشسته بغل اینا، بسیار پولم هست دیگه، نشسته بغل آقای وطنخواه. او این همونه که شریک این بوده، این همونه که شریک همین میشه، همین میشه بغلش دیگه. بله. آه اوکی اوکی. چون اون موقعا که اون پولیش خورده بود و تلویزیون بسته شد. بله به نام تلویزیون مردم میگم همین چیزا زادار شما تقصیر خودش هم شده که میخواست باش چیز بشه دیگه، میخواست گرفتن بشه. آها. من حالا من این یه روزی یه خانم من زنگ زد گوهر نجات بیا من میخوام با من این مسئول لجن بدبخت کنم. رفتم خونهش، البته وقتی یه خانم ایشی بکنم من با یک نفر دیگه میرم. بله. کاره با یه خانم با من قرار میزه مبادم وسط وسود میشینم که ببینن همه. بعد تو کار دیگه ممکنه دام بده من درست کرده باشم. رفتم جنم این بدبخت تو اتاق خوابش یه آینه گذشه آرشگری میکنه، کارگاه رو برد نشون داد 18,000 دلار آقا کلوه سرزن داشته بود. بله. همینا رو دارم بره اینا رو میفرستم. بعد ما با این مسابقه کردم، گفتم ببین اصلا هیچ کسی چی نگو تا این بره روی ایر. روز سه شنبه بود، روز پنج شنبه
دیدم که از کانال به من زنگ زدن، کانال محلی، گفت مثل ناجی گفتم که گفت یه وکیلی با ما تماس گرفته، یک شمارش زنگ زدم دیدم آقای شکیب نیایه، رفتم اونجا، حالا مصاحبه‌ام درست کردم، همه کار کردم، باید بدم فورا بدم به ایسکا دیگه، به کانال. رفتم دیدم آقای شکیب نیایه، گفت که دیدم مسئول رفته به این پول داده که بسیار از من شکایت کن. به من گفت آقا شما چی میخوای؟ فرد کرد که من میگم خب آقا دو هجده هزار دلار که خورده یک دو سه هزار دلار به من بده. گفتم من چیزی نمیخوام آقا شکل میگم، من میخوام که پولی رو بده. گفت همین؟ گفت شما این برنامه رو پخش نکن، من قول بهت میدم که این پول بده. گفتم قول میدیم؟ گفت حالا من آمدم فورا سوار ماشین شدم، آمدم پلوی کوروش رو میبینم، او قسمت در بودم دقیقا یادم آهنگ شیفته رو گذاشتم تا امروز پول یارو ندار. ببینید اینا هست که تو جامعه ما. خب حالا بذار من برات یه چیز تعریف کنم راجع به همین تلویزیونی که مردم هست. خب من که توی واشنگتن این برنامه مردم تیوی رو سال 2003 شروع کردم، به ثبت رسوندم هم توی استیت آف ویرجینیا هم توی کاونتی آف فیرفاکس. الحمدلله این دوستانم اونجا مثل که سوالم ندارن. این اتفاقا شما اون روز چون احوال آقای حسیبی هم پرسیدید بهتون بگم، یه شب آقای حسیبی دوشنبه هم بود توی کانون بودم من، زنگ زد گفت آقای سوری من میخوام برم برای گراند اوپنینگ تلویزیون مردم و این آقای مسعود امینی که شما بهش میگید مسعود لجن و واقعا هم درست میگید، این گفته که سوربی آمده تلویزیونش رو به اسم برنامه های من زده. گفتم این اصلا کجا برنامه داشته؟ این همیشه من دیدم توی این رادیو اون رادیو لشی بود اومد اینا. بعد گفت آره اینجوریه. بعد گوشی رو حتی داد اون خانمه با من صحبت کرد، من فکر نمی‌کردم آزیتا تهرانی اسمش، به من گفت سیمین تهرانی که بعد این خانم رویا سینا تهرانی، بله بله اون موقع به من گفتن سیمین تهرانی که من بعد به این خانم سیمین تهرانی که الان رویال تی وی رو داره گفتم شما همون هستید که با چیز شریک شدی؟ گفت نه آقا من پرستار بودم. آره سین اینم این خانمم نرس بوده توی بله. نرس میگن اینا از بینی اینم نرس بوده تو کالورادو، حالا خدا به هیچ کس نیره، این تصادف بوده، بچهش توی تصادف میبونه، پول انگفت میگیره، بلند شد آمد اینجا. این عاشق چی شد؟ عاشق فرزان دلجو شد. فرزان دلجو از این خوب دوشی یک دوزی سی سد هزار دار ولش کرد. بعد یه از لج رو رفت بشه ملوز روی های بودم شما از لج فرزان دلجو رفتی تلویزیون زدی. بعد ما ببخشید وقتی یه هنرمنده های مایم هر که یک چیز ویترین نمیبره، اینا میخواه یک ویترین دنبال ویترین میگیرن، زود مثلا نمیگن آقا تو کی هستی از کجا آمدی. هر یه خانم شده خانم سیمین تهرانی بفرم بس. همه اینا رو من رکورداشون دارم. شما اونجا نزدیکتر و شما زودتر تو این کارهای فیلم برداری بودیم باهاشون اینا، ولی ماجرا اینه من وقتی که ایشون صحبت کرد و گفت ما یه همچین چیزی زدیم، گفتم که ببینید با سابقه ای که من از این مسعود امینی میشازم که دو ماه میاد تو تلویزیون پارس بعد ول میکنه میره دو ماه تو اون تلویزیون بعد میره تو اون تلویزیون، با آقای حسیبی اینو گفتم، گفتم شما از طرف من به ایشون قول بده اگر دو ماه با این خانمه وایساد من اصلا مردم تیوی دات کام رو مجانی میکنم به نام اینها. اینو شما داشته باش. هفته چهارم آقای حسیبی زنگ زد خندید، گفتم چیه؟ گفت آقا اینا زدن به سگ و صورت هم دیگه و حالا اون خانمه هی میره تو تلویزیون های مختلف میشینه، بعد هی اینم میگه خانم من با برادر دوستم، اون میگه که مردشور تو رو ببره نمیدونم پول من خوردی و اینا. در اصل اینم ماجرای بود این که میگید تلویزیون مردم. این یه دفعه به منم گفت که گفتم شما کجا داشتی؟ گفت آره من یه برنامه‌ای داشتم به نام بلندگوی مردم. گفتم پس تلویزیون مردم نبوده. تازه قانون آمریکا من اگر اینجا داشته باشم شما برو تو فارس چش بزن تلویزیون مردم، کسی به شما کاری نداره، کسی به من کاری نداره، شما برو تو اون ایالت بزن تلویزیون مردم، کسی کاری نداره. در صورت اینا یکیشون چون lack of knowledge اصلا سواد ندارن، بعد دومیش این که law abiding citizen نیستن، قانون رو رعایت نمی کنن، به قول شما همین پولای کش کنسرت و این ور اون ور، اینا هنوز مثل همون دلالا و دستفروشای تو خیابون نمیدونم میدون سپه و بله بله همون افکار ایران رو، همون افکاری که در ایران نداشتن همون زدمنده رو بردن اینجا. ما ببینیم ما اگر مثل جمهوری اسلامی اعدام هم بکنیم میکنیم بکشیم دقیقا کاری که اونا دارن میکنن. البته هم بگم تو لس آنجلس آدم های زحمتکش هم هستن، ولی من هدف منظورم رو رسانه هاست،
چون نقش مهمی دارن تو تلویزیون توی جامعه دیگه. نه بیشتر شما وقتی... چون تو این قسمت هستید وارد چیز میکنه. یکی از دوستان از کالیفرنیا سوال میکنه، میگه از آقای نادری نژاد درباره عباس مارسفید بپرس که به چه به سرش آمد. بیچارش اینو این عباس مارسفید از کانادا اومد، افتاد اول به دست شبخیز، این یه پولم با خودش آورده بود. حالا این عباس مارسفید من فکر میکنم کرکترشی که من دیگه دیدم، این مثل که تو جوونی هاش یک دراگ خیلی قوی ورزشته مثل الستی، همون بالا مونده، همون بالا مونده. این میده که جازن چیزم بوده، درامر ستار می موقعی بوده. خلاصه این آمد اینجا افتاد دست شفیر، بعدش پاسش دادن با آقای سفربست. من یاد مثلا یه دفعه من اونجا بودم، نمیدونم یه آقای بهش گفتن که مثلا این حرف بزن فلان کن، بعد یه دیگه فریز کن خودتو، چون ما دستگاه فریزمون خرابه. خسته آقای سربی 50-60 هزار دلار پولی بدبخت خوردند. بعد توی یک پارک از بلبوا اونجا تو ماشینش میخوابی. من شب رفتم رو خط آقای میبودی، ولی قبل از که برم رو خط آقای میبودی دیدم آقای بیبیان داره صحبت میکنه درباره همین عباس که این دیوانه فلان فلان فلان. اون چون که رفت من رفتم گفت کنم آقای میبودی این آقای عباس مارسفید من همین امروز دیدمش تو ماشینش مخوابه، مدتی تو ماشینش مخوابه. گفتم آقای میبودی اگه یک نفری شما تو خیابون ببینید دیوانه، همه میدونیم این دیوانه، ولی یه 100 دلاری به دستش گرفته، شما این 100 دلاری از قاف میزنی؟ نه قاف گیری میزنی دیگه. گفتم این بدبخت ایتوریش کردن، نمیدونی چی بیچارش کردن. بعد آخرین خبرم که دارم دیگه البته با من تماس گیری، با جوانانم تماس گرفت، مثلا کنسرت گذاشت من پر میکنم، 11 نفر رفته بودن میشم. یه آدم عجیبی بود دیگه، دیوانه، حالت رویش خیلی بد بود، خیلی مثلا میگم اسم من عباسه، میگم اسم من از سرخپوستا عباس دارن، اصلا میگفتم توی یک دراگ افتاده بود، نمیدونم چطوری شده بود دیگه. بعد نمیدونم حالا بچگی از دست پرستار افتاده بود یا درخت افتاده بود، واسه یه حالت رویی خیلی بد بود. آخرین بارش که شاید 3-4 سال پیشه تو زندان بود تو نوادا، و همش هم میگفت که به آقای زکایی بگو به من زنگ بزنه که من چیکار کنم. بعد فهمیدم، البته من فقط شنیدم که مثل که به یک زنی اونجا حمله کرده بود اینا، خودش تو زندان هیچ از رفت دیگه، معلوم بود بیچارش کردن رفت از دنیا، پولاش خورد خلاصه. آقای شبخیز و آقای سفروند پولا رو خوردن. خبری ازش ندارین جدیدن؟ نه دیگه، حالا 3-4 سال اصلا خبر ازش نیست. آخرین بار گفتم از زندان زنگ میزد به من. اوکی خیلی ممنون. خب آقای سوزی این حق این درسته؟ خب این کارا در طول مدت پازل دیگه، اینا این مسائل میشه که چه رسانه ها توی جامعه ایرانی ها بی‌اعتبارن. شما فرزند شما میدونید دیگه تو همون واشنگتن شما حالا ما بهترین دانش دو چیزهای داریم ایرانی داریم که از دانشگاه های معتبر آمریکا درباره سیاست خیلی خوب میدونن، درباره خیلی اینا چرا نمیاد تو تلویزیون ایرانی بیان مردم رو آگاه کنن؟ دیگه اعتبار نداریم ما، بیان چیکار کنن؟ اینم من دیدم دارن. اون ویدیویی رو دیدم که شما گفتید خیلی از ایرانی ها تو تلویزیون های آمریکایی هستن، اسماشون میبینیم میشناسیمشون، ولی تو تلویزیون های ایرانی نمیان. چرا؟ من فکر کنم با همین که شما میگید، یکی عدم اطمینانه، یکی اینکه تلویزیون ایرانی نتونسته جامعه جدید یا نژاد بعدیمون رو به اصطلاح نسل بعدیمون رو جذب خودش کنه. بازم ممنونم از شما. ببخشید خیلی صحبت شد، بازم هر موقع شما کار داشتین به من خبرین در خدمتم، درباره هر چی میخواین سوال کنین از زندگی خصوصی خودم، از هر چی 95% آزادی. بسیار ممنون و متشکرم. دوستان عزیز شما اگه پرسشی دارید با خودشون مستقیما، فقط خواهشی که از آقای صحبت دارم اگر موقعی که برنامه من پخش میشه شماره تلفن منو بزنید زیرش، الان چون گذاشتم. یا باید ببینن، حالا خودتون میبینید الان گذاشتم، هر 10 ثانیه عوض میشه. باز چند بارم اعلام کردیم، شما هم تو برنامه هاتون لطف کنید شفاهی هم بگید، دلیلش هم بهتون میگم. چون ما تلفن هم دوستان میزنن فقط آدیو گوش میدن، اونجا شما باید بگی 503-268-0205 این روی کاغذ بنویس که مثلا هر از 5 دقیقه یه بار بگی. دوستان عزیز ضمن تشکر از آقای محسن نادری نژاد، برنامه های چرازنین، امیدوارم با حمایت شما با تماس هایی که میگیرید تلویزیون چرازنین رو
باز کنه ایشون و برنامه‌هاشو باز هم در تلویزیون مردم پخش می‌کنیم، یا اگه خواستید تا اون زمان حمایت کنید که برنامه‌هاشون همینجا منظم و مرتب باشه و صحبت کنن. بازم ممنون و اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه استون خلاصی کنید به امید. نه قربون تو، خیلی متشکرم از وقتی که به من دادین. و در صورت ما یک مسئولیتی در مقابل جامعه داریم، خدمتگزار نیستیم، مسئول هستیم، همونجوری که شما گفتین. یعنی که تو جامعه ما شما وقتی که میری پلو یک دندان پزشک، در میری پلو دندان پزشک مریض میشی، میری پلو دکتر مکانیکی، پلو ماشین خراب میشه، ما یک مسئولیت در مقابل جامعه داریم. ما دکتر جامعه هستیم. اگر یک اتفاقات جامعه میفته که آبروی یک عده میره و یک عده دارن اشاق میرم، وظیفه تلویزیونه که بیاد این مسئله رو مطرح کنه. چون امروز من باور من اینه که اگر یک نفر یک کار خوبی در هر جای دنیا انجام بده، یک ایرانی، ما سرمونه بالا میگیریم. مثل الان نمونه 4-5 تا خانم هستن تو کاخ سفید هست. ما هر جا میرم من به خانمم میگم، شما به اون میگید، این بده ما چی میشه؟ افتخار دیگه. ولی اگه یک ایرانی یک کاری منفی هم انجام بده که آبرو جامعه بره، ما خود ناخودآگاه سرمون میفته پایین، چون به این زنجیر فعلا ما با هم دست شدیم. آقای نادری نژاد، یکی از مشکلات تلویزیون به اصطلاح برنامه زنده اینه. این دوستمون آقای اسی تقوی میگه از ایشون بپرسید این کانالی که ویزای آلمان و غیره رو برای 8 میلیون میفروشن اطلاعاتی دارید یا خیر، چون خیلی ها از ایران تماس میگیرن از ایشون میپرسن. شما از این کانالایی که ما یه آقای هست به نام اردلان، نه رامین، چی اسمش فامیلش نمیدونم، یک مردی که این یکی از کلاهبردارترین به نظر من، چون من این اصلا نمیشناختم، چون دیدم از ایران به من زنگ میزنن و تو ترکیه. آقا گفتم، گفتم والله من چی بگم، چند بار گفتم آقا پول از ما گرفته هیچ کاری برای ما نکرده. میگم که یک عده‌ای دارن اشهاب میکنن، ببینید دارن، متاسفم واقعا، متاسفم. خیلی ممنون. من درباره اون ویزای 8 میلیون آلمان ایران من نمیدونم، ولی فکر نمیکنم. خب حالا اگه بتونیم یه تحقیق، سفارت آلمان به سفارت انگلیس حالا فعلا در ترکیه بسته شده. بله، اگه بتونید یه تحقیقی هم بکنید تو برنامه‌های آینده‌تون برای دوستان توضیح بدید. بازم ممنونم از شما. چاک، خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید آقای سربی. ان شاء الله که همیشه موفق بشین و در راه ایران بتونیم هر کدوم یه قدم برداریم. ممنونم از شما. به امید دیدار. دومه شب تو خوش، روزت خوش. خب دوستان عزیز، با آقای محسن نادری نژاد بودیم، برنامه های چرازنین و دو تا ویدیو هم جدید فرستادن که من پریروز و دیروز درستش کردم، پخش کردم. اینا رو هم امروز نشون میدیم که امروز ماراتون چیز باشه. اینجا دارن توی برنامه های تلویزیون آمریکایی یه دفعه از صبح تا شب فیلم های جیمز باند رو نشون میده، بعد یا فیلم های وسترن رو نشون میده. در هر صورت اینم امروز ما برای اینکه چند هفته قول دادیم و عقب جلو شد و نتونستیم و اینها، حالا که این فرصت پیش اومده بعد از این برنامه این دوتا ویدیو آقای محسن نادری نژاد با هم ببینیم. و لطف کنید این شماره تلفن من یه بار دیگه هم اینجا مینویسم، یعنی نشون میدم، هم میتونید روی اینترنت هم ببینید. 503-267-0205 و بسیار ممنون و متشکرم. آرزا هم الان آمده یا قبلا بوده، نوشته با شما در یوتیوب هستم. مرسی. ما روی یوتیوب هم ممکنه بتونیم برنامه رو زنده پخش کنیم، ولی اینا امکانات بیشتر میخواد. خب باید دوستان حمایت کنن و گفتم اینجا تو آمریکاست همه چیز، وقتی که پول بدی، خرج کنی، استخدام کنی، کارمند داشته باشی، بهتر و بهتر انجام میشه. ما خودمون دست تنها داریم کار انجام میدیم. همونجوری که آقای نادری نژاد گفت که ایشون کارش فیلم برداری و این کارا بوده، بعد تو تلویزیون، منم همین کارو میکنم. ولی وقت میرسه یه جایی که دیگه خسته میشی، پیر میشی، بدنت کشش نداره، نمیتونی دوتا کار انجام بدی، میای دست نیاز به بیننده ها دراز میکنی که بابا شما هم بیان کمک کنید، حمایت کنید تا تلویزیون هایی که اگه این نوع تلویزیون رو دوست دارید، این نوع رو حمایت کنید. چرازنین رو دوست دارید، میگن چمنزن، چرازنین رو دوست دارید، آقای نادری نژاد رو دوست دارید، اون رو حمایت کنید. برنامه بهایی ها رو دوست دارید، بهایی ها رو حمایت کنید. این باید یه کاری انجام بدیم. این که بشینیم و هی منتظر باشیم یه کسی دیگه برامون این بار رو برداره و به مقصد برسونه، گفت اگر به انتظار شام همسایه نشینی، سر گرسنه شب رو
به سر میکنی یا میخوابی. روز و روزگار به شما خوش. دوستان فیسبوک میتونید روی گوگل تایپ کنید چرا زنین، یا روی یوتیوب مردم تیوی ویدیوهای جدید آقای محسن نادری نژاد هم اونجا هست. مرسی، با امید دیدار.